بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 22 ماه نوامبر سال 2013 برابر با اول آذر ماه 1392 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. 5 دقیقه دیر شروع کردیم، ازتون عذر میخوام چون معمولا شماها ساعتاتون رو با برنامه ما تنظیم میکنید. امروز اگه تنظیم کنید ممکنه وقت ساعتتون اشتباه باشه. برنامه سوربی از با مردم از تلویزیون مردم از واشنگتن شرق آمریکا پایتخت آمریکا به شما تقدیم میشه. اگر بیننده برنامه‌های با ما بودید میدونید که اینجا همه میتونن صحبت کنن، حق دارن، آزاد هستن. اگر هم نبودید بنشینید و تماشا کنید و قضاوت کنید و دیگران رو هم در جریان بذارید. چهارشنبه بود گفتم براتون که داشتم فکر میکردم که چرا ما ایرانی‌ها از متخصصینی که داریم استفاده نمی کنیم. و باور کنید گفتم که وقتی بیام اینجا زنگ میزنم به یه دوست وکیلی دارم آقای کامران نیاکان در مریلند و ازشون خواهش میکنم که بیان در رابطه با این قانون و اینها برای ما توضیح بدن. وقتی آمدم دیدم یکی از دوستان مشترک من و آقای خلیلی لطف کرده بودن و نوشته بودن که من یه دوستی دارم به نام آقای محمد علی خلیلی و ایشون وکیل هست و در اجازه بدید اینجا نوشتم کارشناس و حقوق و حقوق بین الملل. ما یکی از مشکلات جامعهمون اینه که افرادی رو که کاردان هستن در کارهایی که باید نمیذاریم، بیشتر دنبال رابطه رفتیم تا ضابطه. من اولا خوش آمد میگم به آقای خلیلی، محمد علی خلیلی، و امیدوارم که با امروز این برنامه رو چند دقیقه فقط در خدمتشون خواهیم بود که یک آشنایی بدن به شما از خودشون و بعد پرونده‌های زیادی رو ایشون میتونن بیارن باز کنن، صحبت کنن در موردش و من و شما رو آگاه کنن که در جهان چی میگذره، قانونن باید چه کار کنیم و ما رو کلن آشنا کنن. و خیلی خوبه که متخصصین رو داشته باشیم به جای اینکه یک مجری تلویزیون بشینه که آگاهیش بیشتر از شما نیست. اون فقط ممکنه چند دقیقه خبر رو زودتر از شما گرفته باشه، احتمالاً که این روزها اون هم حتی نیست. با دسترسی که به خبرها هست شماها بیشتر خبر دارید و زودتر. آقای خلیلی لطف کنید برای دوستان بیننده و شنونده تلویزیون مردم بگید که محمد علی خلیلی کی هست، چگونه امروز در هلند هست، یه مقداری از زندگیتون بگید و بعد برای ما بگید که این حقوق بین الملل یعنی چی و یه مقداری این رو برامون باز کنید. بفرمایید. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب سوربی و بینندگان محترمتون و آرزوی گذران ساعت بسیار خوبی رو برای همگیتون دارم. هر شب خدمت شما، همون چی که شما فرمودید، بنده محمد علی خلیلی هستم، وکیل فایق دادگستری و کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل. و اما چرا امروز هلندم؟ برای اینکه من از حق مظلوم توی ایران دفاع کردم، نگذاشتم که حق مظلومی پایمال بشه. سر این دفاع از حق مظلوم مجبور شدم زندان تحمل کنم، مجبور شدم با رسانه‌های زیادی درگیر بشم، زندگیم رو شاید توی وطنم از دست دادم، وطنی که عرض می کنم با تمامی دلم بهش وابستگی دارم، بهترین شرایط رو برای زندگی داشتم و متاسفانه مجبور شدم به ترک وطن. زندان رو تحمل کردم، سلول انفرادی بودم، بند 2 الف سپاه زندان اوین بودم و تا حدودی که همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم و شاید از سران یا مسئولین رژیم جمهوری اسلامی برنامه رو ببینند حتما به قول معروف تشنه خون من خواهم بود که به هر نحوی شده من رو بازگردونند و هر بلایی که میخوان سر من یا همسال من حقوقدانانی که پیش مردم قرار گرفتند بیارند. حقوق بین الملل
رشته از حقوق است که در خصوص کنوانسیون ها، معاهدات، میثاق ها، اعلامیه های جهانی، حقوق کشورها و روابط اونها رو بین همدیگه تعریف میکنه و قوانین این رو به اجرا میذاره. ضمانت های اجراییش چیه؟ بحث تابعیت ها رو داریم، بحث افراد بی‌تابعیت، کسایی که پناهجو میشن تو کشورهای دیگه، بحث ازدواج های بین دول رو، اتباع دول رو داریم، ببخشید، اتباع دول رو که یک تبعه ایران وقتی ازدواج میکنه با تبعه یک کشور خارجی، اینها رو مورد تجدید و تحلیل قرار میده و الی آخر. جناب سوربی، من باز در خدمتون هستم، چه توضیحی بگید من عرض کنم. ممنونم از شما. ما معمولا وقتی که میگن حقوق بین الملل، فکر میکنیم فقط در رابطه با مشکلاتی که ممکنه بین کشورها پیش بیاد، ولی شما امروز دارید میگید که این حتی ممکنه در رابطه با ازدواج‌های افرادی باشه از کشورهای مختلف و اینها. و شما پس میشه گفت در ایران به خاطر اینکه وکالت بعضی‌ها رو قبول کردید دچار اشکال شدید، همون ماجرایی که خانم نسرین ستوده و دیگران هم دارن، درسته؟ دقیقا درسته، منتها قضیه من یه کمی پیچیده‌تر و شدیدتر از همکار محترم خانم ستوده بودند. من به نحوی با بازجویان سپاه اطلاعات، با معاون اول ریاست قوه قضاییه، حتی با خدای رئیسی و رئیس حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه، همه اینا سر یک پرونده با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر درگیر شدم. اعلامیه جهانی حقوق بشری که دولت جمهوری اسلامی قبول نداره و بسیاری از این کنوانسیون ها رو امضا نکرده، یا حتی اگه بعضیشون رو امضا کرده و وارد اون شده، با پیش شرطی امضا کرده که مخالف دین نباشه. دین رسمی که متاسفانه اسلام امروز مایه بدبختی ایرانی ها شده و نمیخوان اینها بیان دین رو و سیاست رو از همدیگه جدا کنن. متاسفانه لیدر و رهبر ایران یک تندروی افراطی است که با نام دین داره مملکت رو غارت میکنه، خود رو نائب امام زمان معرفی میکنه که اجازه داره به تمام حریم خصوصی افراد، ملت دخالت کنه و ورود کنه، هیچ کسی نمیتونه جلو دارش باشه. قوه قضاییه یکی از قوه های بسیار فاسد در جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه ریاستش توسط همین آقای خامنه ای که خودش رو نائب ولی امام زمان میدونه، ایشون انتخاب میکنه. شخصی است که غیر حقوقدانه، یک پیشوای دینیه، به عنوان مجتهد ازش به قول معروف یاد میشه، انتصابی انتخابی نیست. در متن قوانین اگه نگاه کنیم بعد از به روی کار آمدن این رژیم، فقط و فقط دین رو میبینیم و شریعت رو میبینیم که داره اعمال قدرت میکنه. حتی قاضی میتونه که با توجه به شریعت اگه خودش مجتهد باشه قانون رو نادیده بگیره و نظر خودش رو در احکام قضایی دخالت بده، در حالی که این کاملا مغایر با اصول حقوق بشر هست، دارن با زندگی تمامی انسان‌ها بازی می‌کنند. متأسفانه امروز که امروز ملت ایران به اوضاعی رسیده که نه از لحاظ روحی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ زندگی و آسایش اجتماعی، هیچ چطوری بگم جناب سوربی، راحتی و آسایشی نداره. ملت کاملا در فشار هستند، همه دارای مشکلاتی هستند و متاسفانه کسی هم نیست که به این اوضاع رسیدگی کنه. آقای خلیلی، من میخواستم از شما سوال کنم که با این مشکلاتی که میگید، به نظر شما که حقوقدان هستید، چاره چیه؟ چه باید کرد؟ ولی از صحبتهای شما یک حس
به اصطلاح ناامیدی به من دست داد که اینجوری که شما میگید اونها انقدر همه چیز رو در دست دارن که کاری بسی مشکل هست که بشه به اصطلاح جایی رو پیدا کرد که مردم از اونجا بتونن حقشون رو بگیرن. آیا به اصطلاح راه حلی هم دارید شما که چه باید کرد؟ جناب سوربی، من اینطوری پاس شما رو عرض کنم، بفرمایید. ببخشید، من پاسخ شما رو اینگونه عرض کنم. ببینید، مردم ایران مردم بسیار نجیبی هستند. مردم ایران همیشه امید دارند به بهبود اوضاع. یعنی امروز دولتی میاد سر رو کار به نام اصلاحات، فردا دولتی میاد به نام اصولگرا، همشون رو دارن تجربه میکنن. بعد اون امروز همشون چشم امیدشون به دولت اعتدال نامی که آقای حسن روحانی سر کار آورده. ولی من یک جمله و شعر مانندی رو میخوام براتون بگم، فکر کنم پاسخ سوال شما خواهد بود. در سرزمین من چندیست واژه ها واژگون شده اند، اینجا گنج را جنگ می خوانند، درمان را نامرد و قهقه را حق حق. دزد همان دزد است و درد همان درد است و گرگ همان گرگ. می دانی چرا؟ چون در سرزمین من نادان از هر طرف همواره نادان است. جناب سوربی، به نظر من و به نظر بسیاری از افراد تحصیل کرده جامعه ایران، تا رژیم جمهوری اسلامی سرنگون نشه و از این کشور بیرون نره، مردم ایران نمیتونن کلاسی داشته باشن. ممنونم آقای خلیلی. من امیدم این هست که شما در آینده بسیار نزدیک بتونید با دوستان بیننده و شنونده صحبتی داشته باشید با مثالهایی که بدون اسم موکلاتون، چون موکل و وکیل هم یک رابطه مثل مریض و پزشک دارن و باید تمام چیزایی که میگن محرمانه ببونه، ولی بدون اسم میشه گفت این برنامه رو بذاره. ضمناً شنیدم که شما برنامه‌ای رو در رادیو داشتید، به چه صورت بود، چگونه بود، مردم با شما چگونه میتونن تماس بگیرن؟ چون شماره تلفن شما رو گذاشتم، این تلفن و فکسی هست که بیسش در آمریکاست. هر کسی میخواد، حتی اگر از هلند هم میخواد تماس بگیره، باید شماره تلفن آمریکا رو بگیره. ولی آیا به صورت دیگه‌ای هم هست؟ روی فیسبوک من با شما در تماس شدم و میدونم هستید. وبسایتی اگه دارید، ایمیلی اگه میخواید بگید، بگید تا دوستان با شما در تماس باشن. و امیدمونم این باشه که به زودی بتونیم یا همون برنامه‌ای رو که توی رادیو داشتید به صورت ویدیویی در بیاریم، یا برنامه‌ای جدیدی رو داشته باشیم با شما. جناب سوربی، عرض خدمت شما، ایمیل من فکر کنم براتون ارسال کردم، دارید اونجا بنویسید؟ متاسفانه من چیزای دیروز رو نمیتونم الان باز کنم چون در حال برنامه زنده هستیم. شما لطف کنید بگید همینجور. ایمیل من اول محمد رو گذاشتید ام او نقطه، بعد اول علی رو گذاشتید ای، بعدم فامیلتون. خیلی هم ساده است، خلیلی. بله @gmail.com. این دیگه دوستان میدونن که کسایی که با کامپیوتر اینها در رابطه هستن. بعد روی فیسبوک هم شما با همین اسم خودتون هستید دیگه؟ بله، با اسم خودم هستم، با نام محمد علی خلیلی. بله. و هر شب همه دوستان میتونن هر گونه مشکلی دارن، در خصوص اگه در ایران چه مشکل حقوقی دارن، مشکل حقوق بشری دارن، میخوان گزارشی بدن، من در این زمینه حتما کمک. شما الان توی کشوری که هستید، اونجا از لحاظ قانونی شما وکیل شناخته میشید یا اونجا فقط میتونید راهنمایی کنید و حق وکالت ندارید؟ شناخته نمیشم، مستر به قول معروف اینا همش مستلزم طی یک مراحلی و تطبیق مدارک تحصیلی و مدارک شغلی من اینجا هست. بله. شما میخواین اونجا بمونید یا مقصد به اصطلاح هدفتون جای دیگه است؟
والا فعلا که قصد بازگشت به ایران رو دارم، منتها از لحاظ روحی یکم مشکل داریم و انشاءالله ببینیم که خدا چی میخواد. خب من امیدوارم که موفق باشید، از اینکه با شما بودیم خوشحالم و امیدوارم بتونیم باز هم با شما باشیم. دوستان عزیز اگه بخوان با شما تماس بگیرن، شماره تلفن 206 اجازه بدید 309-47-64 هم میتونن تلفن بزنن به شما، هم فکس بفرستن. ایمیلتون هم خیلی ساده، همون یه باری که شما گفتید MO اول محمد و نقطه بعدش A اول علی نقطه خلیلی at gmail.com. من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم آخر هفته خوبی در انتظار شما و خانواده محترمتون باشه. و همچنین جناب سوربی، منم همین آرزو، بهترین آرزوها رو برای شما و برای بینندگان شما دارم. ممنونم. خوش، وقت بخیر. مرسی، با امید روزهای بهتر. ممنونم از شما. دوستان عزیز میبینید که چگونه مغزها از ایران فراری میشن و حاصل چندین سال یک ملتی، واقعا یک خانواده‌ای با چه مشکلاتی بچه ها و فرزنداشون رو بزرگ میکنن، با چه سختی اینها رو به مدرسه و دانشگاه و اینها میفرسن، بعد اینها به چه آسونی گیر کشورهای دیگه میفتن. حالا میبینیم که امید آقای خلیلی اینه که وضع خوب بشه و ایشون به ایران برگرده، ولی خیلی ها وقتی میان میگن که ما که جوونیمون رو اینجوری تلف کردیم، خودشون رو نسل سوخته میدونن و به این فکر میفتن که دیگه هرگز به اصطلاح پشت سرشون رو هم نگاه نکنن. اگر کسی میدونه وارد هست چه باید کرد، بیاد و صحبت کنه. دیروز با یکی از دوستانی که سالهاست ایشون رو میشناسم، حتی وقتی که پدرش هم زنده بود میرفتم، همسایه‌مون هستن، اصلا دو تا خیابون اونورتر هستن، خیلی هم آدم خوبیه. چیزی که هست ایشون طرفدار پادشاهی است و من دیگه نیستم، من طرفدار جمهوری هستم. و بهشون گفتم که آقا بیان صحبت کنید. بعد ایشون یه مقداری دلخوری داشت، گفت که قدیما تو به من بد صحبت کردی. گفتم که خدا ذلیل کنه من رو که به تو بد صحبت کردم. حالا بیا، این سوربی دیگه سوربی قدیم نیست، بیا با هم صحبت کنیم، امیدوارم بیان. همینجوری که یه چند تا ایمیل فرستادیم، صحبتمون به اینجا رسید که چه باید کرد. ایشون گفت که مردم رو، و همینجوری که الان دیدید این شعری هم که آقای خلیلی خون، نادان رو از هر طرف بخونید همونه، گرگ از هر طرف بخونید همونه، درد از هر طرف بخونید همونه، ولی و دزد همونه، ولی درمان رو از اونوری بخونید یه چیز دیگه میشه، نامرد میشه و اینها. و گفتن که ما افراد بی سواد و نادان زیاد داریم که اینها همون جوری که الان میبینید توی این مجالسی که چند روز گذشته در ایران گذاشتن و به یه صورتی هم نمایش قدرت بوده، میبینید اطرافیان آقای خامنه‌ای چجور اونجا حاضر و آماده وایستادن. این دوستمون میگم نه، اگر فردا عوض بشه همینا رو، اگه یه کسی اون جلو بگه جاوید شاه، اینا میگن جاوید شاه. و این رو ما دیدیم در تاریخ ایران، امتحانم پس داده، یعنی روز 28 مرداد 1332 پدر خود من تعریف میکرد که صبح میگفتن یا مرگ یا مصدق، بعد از ظهر داشتن شعارهای برعکس مصدق میدادن و به نفع شاه و اینها. در هر صورت به این دوستم گفتم که شما باز همون جوری که آقای خلیلی میگه ملت نجیبی هستیم و نشستیم که یه نفر بیاد کمکمون کنه، ولی هیچ کدوممون نمیتونیم یه نفر رو اسم ببریم که به امید کی نشستیم، به امید کی نشستیم. ایشون گفت بله من نمیتونم یه نفر رو اسم ببرم. گفتم شما الان گفتید که 2-3% ایرانی ها قدرت رهبری رو دارن، از 77 میلیون چرا این 2-3% شما نمیتونی یک دونه رو اسم ببری؟ یه نفر من بگه 3% 70 میلیون میشه چرا؟ حالا 77 میلیون شم تخفیف، 3%ش میشه چرا؟ چگونه است که ما نمیتونیم یه دونه رو نام ببریم که بدونیم این اون از خودگذشتگی رو داره که حاضر باشه جلودار باشه؟ اون وقتا میدونید رهبرها جلو میرفتن، یعنی اگر قرار بود تیری هم بخوره به اون اولی میخورد، میگفتن سینه‌ش رو سپر میکنه و جلو میره و لشکر پشت سر اون میره. حالا خب زمانه عوض شده، رهبرها میشینن از تو کاخ سفید و از تو کاخهای خودشون بیچاره سربازا و هواداراشون رو میفرستن.
رهبرا غیب شدن، ناپدید شدن، نیستن، ولی هواداراشون خودشون رو آتیش میزنن، هوادارانشون گرسنگی میدن به خودشون، اعتصاب غذا میکنن. اصلا همه چیز عوض شد. قشنگ گفت آقای خلیلی، گفت اصلا واژه ها عوض شده. در هر صورت ممنونم، باز در رابطه با واژه ها صحبت کردیم. ما تا امروز هم ویدیوی آقای دکتر صمدانی رو گذاشتیم که در مورد این تغییر زبان و اشتباهی که بعضی ها میکنن و به زور میخوان به دیگران بگن که عوض کنید و اینها، از امروز یک ویدیوی جدیدی از ایشون دارم. ممنونم ایشون لطف کرده بود دیویدی هایی رو که من گفتم صدا ندارن رفته بود اصلی هاشون رو پیدا کرده بود و اونها رو فرستاده بود. ممنون از آقای صمدانی. و امروز از بعد از برنامه زنده خودم اون ویدیوی فدرالیسم و اینها رو میذارم، ولی قبل از اینکه اون رو بذاریم یک مصاحبه‌ای داشتم. اگر برنامه چهارشنبه رو دیده باشید و برنامه ما رو پیگیری کنید، گفتم که من پنجشنبه منتظر یک نفر هستم که اگر بتونه از واشنگتن فرودگاه و واشنگتن و ترافیک و اینها جان سالم به در ببره، باهاش مصاحبه میکنم. این شخص کسی نبود جز آقای استفان کینزر، کسی که من 10 سال پیشم باهاش مصاحبه کردم. ایشون تاکنون 8 تا کتاب نوشته، 3 تا از این کتاباش، 2 تاش که کاملا راجع به ایران و اینها هست، یکیش که جدیدترین هست، یک فصلی رو در رابطه با مصدق و اینها نوشته. چون وقتی که رفته در رابطه با The Brothers صحبت تحقیق کرده، دیده یه چیزی رو در کتاب قبلی این پیدا نکرده بوده و اینجا پیدا کرده، اون رو هم اضافه کرده و این دلیل هست که چرا در ایران کودتا شد. این ماجرای 1332، ایشون میگه 4 سال قبلش ماجرایی بوده که برادران دالاس، اینایی که این فرودگاه اینجا رو میدونن، دالاس ایرپورت با وجودی که مال واشنگتن هست توی ویرجینیا هست، چون واشنگتن زمینی نداره که اینقدر طولانی باشه که هواپیما بشونه داخلش. 2 تا فرودگاه داره، 2 تا فرودگاهش هم توی ویرجینیا هستن، یکیش نشنال که شد ریگان ایرپورت، یکیش هم دالاس ایرپورت. و من خودم میدونستم که این رو به یک کسی به اصطلاح تقدیم کردن، اسم اونو گذاشتن، ولی ایشون صحبت میکنه و در کتاب برادرز توضیح میده که تنها در تاریخ آمریکا یک زمان در دوره آیزنهاور بوده که 2 تا برادر، یکیشون میشه وزیر امور خارجه و یکیش میشه رئیس CIA، و از اون موقع آمریکا این آمریکایی میشه که شما میبینید به اصطلاح کودتا را میندازه در کشورهای مختلف. 6 تا کشور رو ایشون در این برنامه اسم بردن، روی یوتیوب گذاشتم، روی بایگانی آرشیو مردم تیوی هست و پس از برنامه زنده هم این رو پخش میکنم. پس به غیر از برنامه آوا و برنامه های دیگهی که داریم، برنامه خود من، برنامه آقای مصاحبه‌ای که با استیفن کینزر کردم، بعد برنامه آقای دکتر صمدانی رو تا دوشنبه همینجوری میبینید و به اصطلاح میتونید اونها رو دنبال کنید. خب اجازه بدید که ببینیم اوضاع و احوال دنیا در چه حاله، چه خبر از ژنو. گویا یک چیزایی قبول شده، یه چیزایی قبول نشده و امیدی هست، ولی به اصطلاح اونجوری که باید و شاید نمیشه خیلی امید بست به این، چون گویا این نشست ها هی زود تموم میشه، خیلی مخفیانه است. با وجودی که در ژنو الان هوا سرد هست، تلویزیون ها و اینها رو راه نمیدن داخل هتل و فقط چند نفر هستن که میرن، هی میان بیرون گزارش میدن که اینجوری شد اونجوری شد. گزارش لحظه به لحظهش رو بعدا برای شما میخونم. این هم از اون ماجرا. در هر صورت خبرها بسیاره و شما هم میتونید بیاین صحبت کنید، وقت بگیرید، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه مهمان ما باشید، بیش از اون برنامه خودتون رو داشته باشید و بیاین صحبت کنید. به نظر من همه حرفی برای گفتن دارن، ولی باید همتش رو پیدا کنن. ما متاسفانه همت نداریم، همینجوری میشینیم
تا دیگران برامون کاری انجام بدن. و میدونید اصلا خود ما شیرازی ها دیگه نمونهش هستیم، میشینیم میگیم حالا یارم بیاد دلدارم بیاد. اگر یار و دلدار میخوایم باید بریم دنبالش و براش کار کنیم. سعید این هزینه برای همیشه هست و نیاز به تمدید این نیست. بله من دنبال یک برنامه میگردم که بتونم بیش از 3000 ایمیل افرادی که در لیست ایمیلم هستن با یک بار بفرستیم، حالا یا به صورت نیوزلتر یا به صورت گروپ یا گروه هرچی. الان اگر یه چیزی رو میخوام بفرستم هی باید 100 تا 100 تا 100 تا بفرستم. یاهو هم واقعا دیگه به حد اعلای بدی رسیده، چون شما وقتی میگه حد اعلا یعنی یه چیز بالا خوبه، این به حد پایینی بدی رسیده و هر از دو سه ایمیلی همین نیسته که suspicious activity، یک حرکات suspicious چی میشه، خیلی نمیدونم موزیانه، نه به اصطلاح یادمون میره دیگه، فارسی هم یادمون رفت دیگه، راحت تر شدیم انگلیسی بگیم، ولی از بس انگلیسی هم تعریف نمی کنیم هی مثل ماشینی که میخواد خاموش بشه ریپ میزنیم. بله و بهم میگه که برو پسورد تو عوض کن. بعد شما مگه مغزت چقدر جا داره هر روز عوض کنی؟ بعد چیزایی رو که بلدی میخوای اونو بذاری، میگی نه این رو قبلا گذاشتی نمیشه، یه چیز جدید میذاری فردا میری یادت میره، دوبار که میذاری دوباره همین مینیسه suspicious activity روی اکانتت شد برو عوض کن. میگم آقا اصلا نمیدونم، خدا به قول خوزستانی ها خدا رو کولت خونت آتیش بگیره، نمیدونم. در هر صورت این هم ماجرای این شده و ما از یکی از دوستان خواستیم، این دوستمون در ایران هست و نوشته که با $450 میتونیم براتون این کارا رو انجام بدیم. گفتم بابا هی نشستید اونجا میگید مرگ بر آمریکا، این آمریکای جهانخور، این کار رو این پروگرام رو با $200 میتونی بخری بعد خودت به دیگران هم بدی استفاده کنن، قانونش اینه که یه بار خودت استفاده کنی. در اصل دنبال این میگردیم، اگر کسی میدونه پروگرامی رو، ما وبسایت های مختلفی رو داریم، وسار تیوی رو داریم که از اول دسامبر آقای ملازاده دیگه اونجا نخواهند بود، اگر کسی میخواد این وبسایت اویلیبل هست wesaltv.info. فوزول تیوی رو داریم که برازنده و خوبه برای تیوی، تیوی باید کارش فوزولی باشه و اگر بتونیم با اینها اون نیوزلتر رو بفرسیم. یه بار دوستمون حمید این کار کرد ولی ماشالله ایشون هم از بس کارای نیمه تموم گذاشته بود ما نفهمیدیم کجا به کجاست، نقل کجاست و نیمه تموم رفت و فعلا هم خبری ازش ندارم. این هم از این ماجرا. و اما بریم در پرونده ها و ببینیم چه چیزایی رو برای شما امروز فکر کنم در ایران بزرگداشت 15 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر بود که نمیدونم دختر ایشون پرستو فروهر، من یکی یا دو بار باشون مصاحبه کردم و ایشون خارج زندگی میکنه ولی گویا این بار رفته بوده ایران و فکر میکرده که بهش اجازه میدن. اگر کسی از این ماجرا خبر داره بگه که ببینیم برگزار شده یا نه. متاسفانه هفته پیش بود که تظاهراتی قرار بود اینجا باشه، آقای مهدی امینی، این دوستان همون که گفتم همت پشتکار اینا ندارن، میان احساساتی میشن یه دفعه میرن رو اینترنت آقا بیان بریم راهپیمایی، کی کجا تلفن چیه چجوری بریم کجا بریم، دیگه چی کار داری برو راهپیمایی کن. بعد میبینیم که تازه این کاری که میکنن باعث میشه راهپیمایی رو که دوستان کرد گذاشته بودن جلوی وزارت امور خارجه مردم دوچار سرگردانی بشن، هی به ما زنگ بزنن آقا کجا بریم کجا نریم. من که گفتم خب این صبح اون عصر دوتاش برید، ولی هیچ کدومشون عکس نفرستادن، نه اون دوست اون آقای عبداللهی جمال عبداللهی، سالهای سال من از 2003 ایشون رو میشناسم، نه اون آقای مهدی امینی. و واقعا این ضرب المثل یا این گفته ای رو که من از سال 2003 بهش رسیدم که کارمون خیلی خرابه، اینها به من ثابت میکنن هر روز که بله سوربی درست گفتی کارمون خیلی خرابه. مجددا خدمتتون عرض کنم امروز 22 نوامبر 2013 است. این برنامه را اگه به صورت زنده میبینید که فبه ها، اگر هم نمیبینید میتونید هر موقعی که میبینید تماس بگیرید، زنگ بزنید، پیام بذارید، پیام های شما پخش خواهد شد. ببینم اینجا پیامی داریم که
هی حرف نزده باشن، بعد آخرش گفته باشن ضمناً این پیامو نمیخوام پخش کنی، یا همون اولش میگن آقا چی شد پیامت عوض شده، اون وقتا میگفتی پخش کنم، نمیگفتی پخش کنم، ولی لطف کن این پیامو پخش نکن. خب دوستان، من اگه تمام روز بشینم اینجا هی پیامای شما رو گوش کنم که نمیشه پخش کنم، خب این عمر من، زندگی من تلف میشه میره. شما باید در رابطه با تلویزیون عمل کنید. من میرم روی فیسبوک یه عکسی میذارم، آقای مستشار فوری میاد یه چیزی مینویسه. آقا شما فعال حقوق بشر، فعال سیاسی هستی، هنوز یاد نگرفتید کجا چه چیزی رو باید بذارید. هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. من هی باید بیام بنویسم آقای ناصر خان جان، هر کی دوست میدارید در رابطه با اینها بنویس. خب اگه خیلی این کارو بکنید، من مجبور میشم بلاکتون کنم. این کار زشتیه که همدیگر رو بلاک کنید. جزء بلاک شده ها آقایی بود دیروز، واقعا بعضی وقتا میخوام بگم حیف آقا. نه، ما اگه به اینا بگیم انسان، بعد حیف انسان که بگیم، ولی کلا اینا آدمای نمیدونم چی بگم، یه مش آدم بیکار فعلا راه افتادن توی فیسبوک و اینها. این آقا اسمش هست شاهرخ حمیدزاده. وقتی که من ببخشید اینجا چرا اینجوری شد، چرا همچین میکنه، اینجا باید باشیم، کجا رفته؟ آها، خب تقصیر خودمه دیگه، ببخشید. اون وقت حالا این تصویرها لابد اینجوری میشده، من یادم رفته بود. امان از دست پیری، امان از دست پیری. حالا فکر کنم درست میشه. عذر میخوام اگر این چند دقیقه گذشته تصویرها سفید میشده، برای که ما اشتباهی بود. آقای شاهرخ حمیدزاده در رابطه با آقای آریو برزن نوشته حرفای این آقا را جدی نگیرید. خب کسی که این حرف رو میزنه، یعنی خودش حرفایی که میزنه مردم باید جدی بگیرن. ایراد گرفته که سوربی با پناهنده ها که صحبت میکنه برای اینه که اونها برن پرونده بسازن. همینجا وایس. اشکال این کار چیه؟ شما اگر انسان هستی، اگر شرف داری، بیا صحبت کن. من بارها گفتم قانون حقوق بشر رو که میخونی اون 30 تا است، به این پی میبری که بشر آزاد باید باشه، هر جایی که میخواد زندگی کنه بتونه زندگی کنه. اصلا من این مرز و پاسپورت و ویزا و اینها رو میدونم یه چیز مسخره‌ای که دیکتاتورها درست کردن. آقا من یک آدمی هستم که از سرما اذیت میشم، باید بتونم برم یه جایی که گرم. من یک کسی هستم که آلرژی دارم به هوای مرطوب، باید برم یه جایی که خشکه. نباید از کسی اجازه بگیرم. حالا شما که آمدی میگی آقای آریو برزن رو جدی نگیری، چشم، حرف شما رو گوش دادیم. ایشون رو جدی نمیگیری، شما رو جدی میگیری. شما چه قدمی برداشتی؟ چه کار کردی؟ کی هستی؟ آخرین باری که به یک پناهجو کمک کردی، براش یه ساندویچ خریدی که گرمش باشه سرما نخوره، کی بوده؟ واقعا از خودت خجالت بکش آقای شاهرخ حمیدزاده. آقای آریو برزن به من گفت سوربی جان این رو نباید مینداختی بیرون. گفتم نه عزیز من، اینها مثل آشغال میمونن، بو میدن. هر قدم شما بخوای اینها رو نگهداری، اصلا محیط رو گند میزنن، خراب میکنن. من که مجبور نیستم ایشون رو تحمل کنم. بله، پدر و مادرش، برادرش مجبورن ایشون رو تحمل کنن، من که مجبور نیستم که. خدایی نکرده زنی گرفته باشه مجبوره که تحملش کنه، اونم مجبور نیست، اونم بعد یه مدت طلاق میگیره، میگه آقا تو بو گند میدی. این آقا بو گند میده، نوشتنش، گفتنش، صحبت کردنش بوی گند میده. خب سعید راست میگه، میگه آقا ترش، آشغال بلان تو ترش کن، باید بندازش توی سطل آشغال. حالا یادم افتاد سسپیشز یعنی مشکوک، یعنی مثلا میگه من این سوربی یه نفر داره از این آقا. یاهو، تو که این روزا شدی یابو. ما دوتا ایمیل برای دوستامون میخواییم بفرستیم، اسمشون توی لیست هست، اسمشون توی گروه هم هست، تو باز مینویسی که اوکی حالا این حرفا رو بنویس که باور، بعدم حرفا رو ایرو میکنی زیر بی،
9 رو میکنی زیر 2، 6 رو میکنی زیر. ما معمولی نمیتونیم کامپیوتر رو بخونیم و ببینیم به خاطر چشامون. دیروز برای یکی از دوستام علی یه ایمیلی نوشتم، نوشته بود آقا تو چرا اینقدر درشت مینویسی؟ گفتم مگه تو نمیدونی اینایی که دارن کر میشن یا کر هستن فریاد میزنه، ما هم که چشممون ضعیف داره میشه و بیشتر و بیشتر و بیشتر هی بزرگتر مینویسیم، فکر میکنیم همه اینجوریه. در صورت براش عوضش کردم، کردمش کوچولو انقدی، گفتم حالا خوبه، اینم از این ماجرا. و اما ارتباط اسرائیل و آمریکا ضعیف شده، اسرائیل گفته ما باید آمریکا رو ول کنیم دنبال دیگران بگردیم، از بس این آقای نتانیاهو اطفار ریخت، کرم ریخت. بهترین دوستش که آمریکا بود، و برید بزنید ببینید کمک‌های آمریکا به اسرائیل سالیانه چند میلیارده. البته نتانیاهو کار درستی داره انجام میده، میدونه که اگه ایران با آمریکا دوست باشن مشکلی نباشه، این هی نمیتونه بیاد بگه آقا داره تهدید میکنه، آقا پول بده، داره تهدید میکنه، آقا پول بده. این ماجرای شبگردهایی است که اون وقتا میومدن توی بازار این ور ور میگشتن، بعد بعضی وقتا مغازه‌هایی که بهشون پول نمیداد خود اونها میزدن قفلشو خراب میکردن، شیشهشو میشکندن، بعد میگفتن ببین ما به تو گفتیم اگه به ما پول ندی اینا میان میزنن مغازه‌تو خراب میکنن. ماجرای اسرائیل هم الان اینجوریه، اسرائیل وجودش شده بر پایه جنگ، بر پایه اینکه ترس را بندازه توی حتی دل خود شهروندانش. میدونید که اسرائیل چندین عمل زشت انجام میده، یکیش اینه که به کلیمیای دنیا قول و وعده و وعید میده، اینها رو ور میداره از خونه و زندگیشون، خب ناراحتن، فقیر کشور روسیه این ور اون ور ور میداره میبره اسرائیل، این بدبختا اونجا میشن سپر گوشتی برای اسرائیلیا. بعد اسرائیلیایی که زودتر از اینا اومدن، از اول اومدن اونجا، اینا رو قبول نداره. یعنی شما فکرشو بگم، بهت قول میدن که شما چون تو کتابت نوشته شما قوم برتر هستی، خب سرزمینت هم فلسطینه، بیا برو اونجا سرزمین موعود و قوم بهتر. بعد میری اونجا میبینی بابا تا دیروز مسلمونه مسیحیه بیدینه بهت زور میگفته، حالا اونی که کتاب تورات میخونه، اونی که هم دینته بهت زور میگه. اینجاست که میگن آقا نخواستیم، ما میخوایم برگردیم بریم، و آبروریزی شدیدی شده. بعد این ساختن ستلمنت ها، اینا اصلا دیگه تمام دنیا آمریکا، اوباما، این جان کری رو بعضیا میگن جان کری، نمیدونم چرا میخوان بهش بگن کری، نمیشنوی، در اصل جان کری، حالا هر چی که شما دوست دارید بگید، اینجا مملکت آزادی هست. این هم از این، و اینکه ارتباط اسرائیل و آمریکا. و اما اینجا باز چون نوت نوشتم، The Brothers استیفن کینزر، این رو برای دوستم میگم. یکی از دوستان دیروز به من زنگ زد گفت آقا این دوستت این همه ایالت ها رو زیر پا گذاشت، الان رسیده به کالیفرنیا، دیگه کم مونده که گریه کنه، هی میگه میخوام تلویزیون رو ببندم و اینها، اگه میشه یه کمکش کن. گفتم بابا جون من چندین بار به گواهی خودش کمکش کردم، از موقعی که اینجا وضعش خوب نبود، معتاد بود، پلیس میگرفتش، ماشین نداشت برو بیاد، کمکش میکردیم. بعد مسئله یه کسی بهش پیشنهاد کرده بود برنامه هاش رو با آقای پارسا بنا برنامه اجرا میکرد، ویدیوهاشو بخره، میگو من نمیتونم، کمکش کردیم، طرف پول داد و اینها. بعد دیدیم که از اون تلویزیونی که کار میکرد صاحب تلویزیون بیرونش کرد، ما باز بردیمش اونجا به صاحب تلویزیون، گفتیم زشته، اینجا مثل یک تیم هستیم، مثل یک خانواده هستیم. بعد باز از اونجا وقتی رفت بیرون که دیگه ما نبودیم برش گردونیم، رفت یه تلویزیون دیگه، و اون تلویزیونه که بعد ماجرا رو دیگه میدونید که یه دوست مشترکمون زنگ زد آقا تو رو خدا کمکش کن. سال 2009 ما کمک کردیم، ایشون همچین که تلویزیونش راه افتاد شروع کرد فحاشی کردن به خود ما. حالا با همه اینا من دیروز باز براش نوشتم عزیز من تو کی میخوای آدم بشی؟ خب وقتی یه نفر میاره یه خوراک بهت میده، بشقابشو براش پرت نکن که این دفعه دیگه بترسه بیاد دنبالت خوراک بده. بشقاب رو نمیشوریش، بهش بده بگو خیلی ممنون، اینجا من آب ندارم، نون ندارم، بشقابو کثیف دادم، که بعد دفعه دیگه اون برات باز دوباره خوراک بیاره. باز براش نوشتم اگه میخوای من کمکت میکنم. بعد اشکال شما اینه که تلویزیونای دیگر رو نگاه نمیکنی. آقا برو تلویزیونای دیگر رو نگاه کن، تصویرشون، صداشون، صحبت کردنشون. بعد مگه شما نمیگفتی بیننده شما فرق داره با دیگران؟
مگه شما بیننده دیگران رو توهین بهشون نمی کردی؟ می گفتی اینها بی سوادن، نفهمن، فقط بیننده های شما هستن که می فهمن. کجا هستن اون بینندگان که امروز میگی که این بیزینس ما، بیزینس های دیگه اگه یه موکت میفروشی بد باشه میارن پس میدن، یا میگن آقا این زود خراب شد، شما میفهمی، ولی این بیزینس ما برخورد با مردم نداریم. برخورد داری و داشتی، شما نتونستی این پل رو، رفت آمد رو نگه داری، خراب کردی. به جایی که اون طرفی که به شما زنگ میزنه، هر روز میاد تو برنامه زنگ میزنه به آقای ستار دلدار که آقا من میخوام یه رادیو باز کنم، آقای ستار دلدار هم میگه برو پهلو سوربی، این بلد رادیو تلویزیون اینترنتی و اینها. طرف میاد اینجا، چرا این آقا رو تو نتونستی نگه داری با منطق؟ روزی، هفتهی، یکی دو تا برنامه بیاد اجرا کنه، پولشو به شما بده که امروز میخواد بره پوله رو بده یه جای دیگه. شما نتونستی، قبول کن فیل شدی، رد شدی، مردود شدی. این بار برو یه مدرسه دیگه، اگه میگی این مدرسه بده برو یه جای دیگه. آقا 100 تا رادیو تلویزیون اونجاست، شما اینجوری هی کولی میدی مجانی به این و اون، اوکی حالا سیم اینو میزنیم توش، حالا برنامه اونو میزنیم توش، اونا هی میان سوارت میشن، هی خسته تر میشی. شما خستگی خودت رو ببین، برو برنامه‌ت رو ببین، دیروز ببین چی کار میکنی. اصلا طرف یه چیزی دیگه داره میگه، شما یه چیزی با زخرفات تکراری که تو برنامه خودت قبلا گفتی اومدی. چرا؟ برای که کاغذ نداری، 6 صفحه، 8 صفحه، 10 صفحه کاغذ نمینویسی از این برنامه تا اون برنامه. فایل و فولدر و اینها هم نداری، کاغذ و پوشه و اینها با تو غریبه هستن. فقط هی میای میگی یه مجسمه ای بود، به جایی که دستش بالا باشه دستش پایین بود، ما به رو نگاه میکنیم، به رو. آقا اینا رو همه حفظ شدن، باید یه چیز جدید بگی، یه چیزی درباره امروز بگی. نمیدونم، موفق باشی، برو با همون رادیو بگو آقا من میخوام اینجا رو ببندم، میام اینجا کارهای تکنیشنی رو انجام میدم، به من مایی 2000 دلار بدید. خب اگه ندادن، شما میفهمی که آقا اینها مجانی دارن سواری میگیرن ازت. همون کاری که من با اینها کردم که دیدم هی میان مجانی میخوان برن، انداختمشون بیرون. خب بذار ببینیم این درست شد. ببخشید من یه آزمایش اینجا بکنم. بله این شماره ها، این تلویزیون مردم ویرجینیا و این هم، نه اون رو نمیخوایم. بس مرسی. خب دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه های خودمون. و اما ماه محرم و نمیدونم عزاداری و اینها رو دیدید و گذشت، بیان ببینید که در ایران چه خبر بوده و این ایرانی ها واقعا خیلی کارشون درسته. ببینید اینجا این آقا، من نمیدونم چرا خودش رو اینجوری سیاه کرده. این میدونی عکس مال خودشون هم هست، فارس نیوز ایجنسی، و آقای خودش رو مثل کلاغ، مثل که میخواسته نمیدونم برای چه نمایشی، نمیدونم. بعد نمایش شمر و یزید و امام حسین و اینها هم که بوده و الی آخر. تا اینجا هستیم اجازه بدید من از دیوید عزیز تشکر کنم. نمیدونم دیوید، وقتی شما اسمت رو مینویسی توی فیسبوک، فامیلیت رو مینویسی، میای تو جای پابلیک چیز میذاری، به اصطلاح پیام میذاری برای آقای آریو بارزن یا برای من، خب ما باید اینو بتونیم نشون بدیم. من حالا نشون نمیدم چون یادم میاد یه دفعه شما گفتی که فامیل من نگو، فقط اسممو بگو. اگه میخوای این کارو انجام بدی توی فیسبوک هم فقط اسمتو بذار و فامیلتو نذار. ولی چرا؟ از چی میترسی؟ دیوید عزیز، شما که عکستو گذاشتی، ماشاءالله عکستو با ماشین گذاشتی، بی ماشین گذاشتی، اینجوری گذاشتی، اونجوری گذاشتی، با ساعت گذاشتی، بی ساعت گذاشتی، بفهمن اش شما کی هست. در اصل دیوید نوشته که من با آقای پیروزنیا مخالف هستم. آخه مگر اسرائیل چه سودی میکنه با جنگ در سوریه؟ یعنی این آقا میگه کسی به دولت سوریه بد نیست؟ ببین قسمت دومش رو شما اضافه کردی. کی آقای پیروزنیا گفته مردم سوریه ناراضی نیستن؟ اصلا شما یه کشوری پیدا بکن که مردمش ناراضی نباشن. حالا تعداد کم زیاد، 10%، 5%، 100%، 90%، اینا ما کار نداریم. یه کشوری به من معرفی کن که مردمش از دولت ناراضی نباشن و همه happily ever after باشن. کی آقای، چجوریه این چیز؟ حرف جالبی میزنه، میگه این چیزایی که من میگم، آقای اجلالی میگه این چیزایی که من میگم
چیزی که اون میفهمه، چیزی که اون میفهمه، چیزی که خودم فکر میکنم مردم میفهمن، سه تا چیز مختلفه. حالا خیلی جالبه دیوید جان، چیزی که آقای آیو برزن پیروز نیا گفته من فهمیدم اصلا این نبود. منظور آقای پیروز نیا اینه که دخالت کشورهای غریبه مثل ایران تو سوریه، مثل دیگران تو سوریه، اینها درست نیست، صحیح نیست، اینها بالانس دنیا، نظم دنیا رو به هم میزنه. و الا هر کشوری از اسرائیل بهتر داریم دیگه. شما میگید اسرائیل دموکراسی تو خاورمیانه است. خود اسرائیل یادتونه چند مدت پیش برای قیمت پنیر و اینها چه کار کردن؟ بعد مخالف دولت هستن که هر دفعه تو انتخابات یه نفر جدید میاد، یکی دیگه میاد و الی آخر. باز چند مدت پیش، دو سه روز پیش بود، با آقای کاووسی و دوستانشون، هر کسی هم میبینی یه گنگی برای خودش داره، نقل انتخابات بود و ایشون میگفت که ایرانی ها دروغ میگن. گفتم بابا اینها، آقای جورج بوش پدر، read my lips I lied، خودش میگه که لبهای من رو بخونید، no more tax. بعد یه مدت هم گفت که من دروغ گفتم و تو کار سیاست معمولا دروغ هست. ببینم دیگه چه عکسایی براتون گذاشتم. و اما سفر فضاپیمای هند به مریخ آغاز شد. دوستان شما هم وقتی که این آقای غریب افشار مصاحبه‌ای که میکنه با آقای صمدانی، میگه من وقتی میخونم این نوشته ها رو متوجه نمیشم. خب درست فارسی نوشتم، ولی من چون واژه ناآشناست دو سه بار باید بخونم تا بفهمم، یا تازه مطمئنم نیستم درست دارم تلفظ میکنم یا نه. نمیدونم من خیلی سخت گیر شدم یا این دوستان ما بد مینویسن. وقت اینا هم مال وبسایت های چیزه معروفه، نمیدونم این مثلا مال بی بی سیه، مال رادیو فردا، نمیدونم مال کجاست. ولی نگاه کنید، نوشته سفر فضاپیمای هند به مریخ آغاز شد. بعد اینجا این جمله جالبه، سفر کاوشگر فضایی هند به کره مریخ را آغاز شد. اصلا من نمیفهم. در صورت موضوع خبر اینه که هند برای ماموریت مریخ آماده می شود. هند روز سه‌شنبه فضاپیمای بدون سرنشین را از جزیره‌ای واقع در جنوب شرقی آن کشور برای آغاز یک سفر 300 روزه به کره مریخ پرتاب کرد. این فضاپیما که قرار است در مدار کره مریخ قرار گیرد، اطلاعاتی را پیرامون سیستم‌های جوی آن کره جمع‌آوری می‌کند. همچنین این کاوشگر به بررسی وجود متان در این سیاره و تحقیق پیرامون آبی که باور می‌رود زمانی در کره مریخ وجود داشته است می‌پردازد. متان یک جزء کلیدی برای حیات در کره زمین به شما می آید. تنها ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا موفق به رسیدن به این کره همسایه زمین شدند. بیش از نیمی از تلاش ها برای ارسال یک کاوشگر به مدار مریخ شکست خورده، از جمله تلاش های ژاپن و چین. این هند هم ماجرای عجیب و غریبیه، اون تعداد جمعیتش، تعداد زیادش و اینها و مشکلاتشون. این عکس هم خیلی قشنگه، من نشونتون بدم. میگه که روسیه و چین یه عکسی رو گرفتن که نشون جمهوری اسلامی که اینجا نقش این علاقه رو براش گذاشتن، نشون میدن. اون این فکر میکنه تو آینه داره خودش رو میبینه، در صورت که اونها دارن عکسی شیر رو بهش نشون میدن. این به نظر من بهتر از 100 مقاله نوشتن و اینها هست. و اما یه مقاله ای رو قرار بود براتون بخونم از خانم بنفشه نون، متاسفانه گمش کردم. و اگر کسی، میگم کسی، اگر خود خانم بنفشه نون الان برنامه رو میبینه لطف کنه و اون رو مجدداً برام بفرسته تا من بتونم بخونم. و اما میدونید که آمریکا شروع کرد این هواپیماهای بدون سرنشین رو ساخت، ایران هم برای که کم نیاره میگه ما هم ساختیم. و آخریش من این فکر میکردم فتروس هست، ولی فتروس، حالا تو برای چی اسم این فتروس یعنی چی نمیدونم، یک هواپیمای بدون سرنشین ساختن. نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله حسین فتروس. بعد این پایینش دوستمون برداشته نوشته آیا میخ و پیچ مهرم جزء تحریم ها هست یا از؟ در صورت میبینید که اینو خیلی بد
این پرچکاری و اینها کردن بده، البته ناگفته نماند. شما هیچ وقت همین هواپیمای معمولی رو از نزدیک دیدی؟ آدم وحشت میکنه که اینها رو با یه مش میخ و پرچ و پیچ و اینها با هم بستن و میخوان بفرستن به اصطلاح توی هوا، اون هم با چی؟ با من اینم نشون بدم، یه آقای به نام آقای بابک پانتا. خلاصه هواپیما رو دفعه دیگه که رفتید نترسید، نگاه کنید همونا هم با پیچ و مهره و پرچ و اینها ساختن و همونا هم یه دفعه میبینی یه تیکهشو باد میبره، ترک میخوره. من تو هواپیمایی نشستم که این بالای سرم این چیزا اصلا داشته میافتاده، رفتم به چیزه گفتم بابا با یک داکتیپ چیزی اینا رو بچسبونید. اینا الان نه تحریمی دارن نه مشکلی دارن. بیا اینجا این دوستمون یه نوتی برای من نوشته، من این رو برای شما هم بخونم و ببینید که دوستان عزیز چه انتظاراتی چه توقعاتی از ما دارن. نوشته که آقای سوربی لطفاً برام فقط دکتر محیط سخنرانی‌هاش رو پست کنید، مرسی و سپاس. یعنی ببینید همه ما ایرانی ها میخواییم سرویس های اختصاصی داشته باشیم. یه رستوران که میریم میخواییم صاحبش از دور که ما رو میبینه همه رو رها کنه بیاد با ما سلام علیک کنه، خوشو بش کنه، بیاد اگه کسی نشسته جای صندلی و میز بهتر اونو تغییر بده، ما رو بشونه بالای مجلس، حالا نمیدونم همیشه بالای مجلس خوبه یا نه، بعد دو سه تا ویتر و ویترس خدمتکار گارسون اینا رو بیاره اینجوری وایسن دستمال سفید هم دستشون باشه منتظر ما که ما تا گفتیم آب اونا برامون آب بریزن، تا گفتیم آبجو برامون آبجو بیارن. و اما موقع حساب و کتاب انتظار داریم اون دوستمون دیگه اصلا از اون پول نگیره، بعد آقا چه خبره 15% بدیم تیپ، آقا الان تیپ 20% 25% 30% 40% شده. والا من دیشب یه جایی بودم با داداشم و یکی از دوستامون، چکمون شده بود 67 دلار با تکس، ما 90 دلار گذاشتیم، برای من و شما و اون 3 دلار 5 دلار چیزی نمیشه، ولی برای اون دختری که دانشجوه، آقایی که کار میکنه بچهش دانشگاه میره، برای اون آخر شب تفاوت 150 دلار با 200 دلار خیلی. در صورت امشب سورنتو برنامه‌ای داره موزیک جاز، من عکسشونم گذاشتم اینجا بذارید ببینم باز کنم بهتون نشون بدم. سورنتو اگر کارم زود تموم بشه و اینها، من هم دوست دارم برم، جاز یکی از فیوریت های من هست، دوست دارم موسیقی یا موزیک جاز رو برای که یه تم خاص محزون داره در خودش. اینم از این بله براتون بیارم اینو نشون بدم. میگه که جاز فادر الی استیپل میاد اونجا و میخونه، یک دیجی هم هست، اینها معمولا شنبه ها هم برنامه دارن و اگر هستید در این منطقه حتما برید و ببینید و حمایت کنید و هم شما خوش باشید هم اون دوستان خوشحال و موفق که جامعه ایرانی داره همدیگه رو سپورت میکنه، اسپانسر همدیگه هستیم، حامی همدیگه هستیم. در رابطه با حامی بودن و اسپانسر بودن و سپورت بودن، نخیر، این تلویزیون بیننده های فرهیخته و بال ریخته و دم ریخته نداره، این تلویزیون بیننده شما هستی، شما باید همت کنی. اگر برنامه رو نگاه میکنی وظیفه انسانی و وجدانی آدم هست که برای چیزی که استفاده میکنه پول بده، بابتش پول بده. در هر صورت دوستمون خامنه ای و ظریف از شاه تقلید میکنن. خامنه ای امروز در مقابل بسیجی ها حرفهایی زده است که بیشباهت به حرفهای جلیلی در تظاهرات مرگ بر آمریکا نیست. وی گفته که یک قدم از حقوق هسته‌ای ملت نباید عقب نشینی کرد. وی همچنین گفته که روش قهرمانانه به معنای دست برداشتن از آرمانها و عقب نشینی از اصول نیست، بلکه یک نوع مانور است. واقعا باید ملا بود و نتیجه خرابکاری وسیع یک بمب اتمی را حقوق ملتی نامید که از پول نفت و گاز و آفتاب سوزان خود حق و حقوقی ندارد.
گویی حتی عربستان در انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرده است. ظریف نوشته انرژی هسته‌ای پیوستن به یک باشگاه و یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست، یک جهش است، حرکتی است به سوی تعیین سرنوشت خیش. این خادم ملا نیز اکثر کشورها را چون اتمی نیستند قادر به تعیین سرنوشت خود نمی داند. خامنه ای ضمناً فرانسه را سرزنش کرده است. آقای محمد عرسی درباره فرانسه نوشته که فرانسه برای بار پنجم به ایران نارو زد و ضربه زد. اون مقاله را هم براتون میخونم اگه وقت کنم. یک، آقا راجع به مقاله خوندن، آقا خب شما میای میشینی بدونی که مقاله رو دیده باشی میخونی، یعنی چی؟ یعنی بیننده ها بی سوادن نمیتونن بخونن؟ یعنی بیننده ها عینکاشون گم شده پول ندارن برن عینک؟ آخه چی؟ من میخوام ببینم چی که تو میشینی مقاله رو میخونی. ولی چهار تا چیزی که موضوع هست بیاد چیز کن، خطت رو مردم بفهمن. آقا خط و مشی و روش تو چیه؟ والا میزنی مقاله اکبر گنجی رو میخونی بعدم اصلا بازش نکردی، بعدم میگه آخه دیگه خیلی طولانیه بلدم نیستم، و مردم مسخره میکنن دیگه عزیز. اونایی هم که دوست دارن، حالا به خاطر یه زمانی توپل بودی شعر میگفتی چاغالو بودی حالا لاغر شدی، اونا هم دیگه آقا تا کی میتونن دوست داشته باشن؟ 30 سال که نمیتونن که، چند سال الان؟ 10-12 سال گذشت. خامنه ای ضمناً فرانسه را سرزنش کرده، میگوید این دو نفر گفتار ببخش کرده است، گویی که این دو نفر گفتار خود را در چارچوب مصاحبه شاه با روزنامه‌نگار فرانسوی میزان کردند که شاه به طور ضمنی فرانسه را با وجود قرارداد و همکاری های هسته‌ای سرزنش میکنند که چرا هرچه شاه میخواهد فرانسه نمیدهد. از جمله بعدی شاه به خبرنگار معلوم میشود که درخواست شاه از فرانسه چه بوده است. شاه میگوید ما عضو ناتو نیستیم، برای دفاع از خود به این وسیله احتیاج داریم. صحبت از ناتو که یک سازمان نظامی است، نظامی بودن برنامه هسته‌ای شاه را نمایان میکند. شاه میخواست بمب اتمی داشته باشد. فرانسه در همکاری های هسته‌ای خود از همان زمان شاه خط قرمز داشت و از کمک به اسرائیل پشیمان و به فلسطینی ها در چارچوب سیاست عربی خود زیاد کمک میگیرد. این جمله یعنی چی؟ و از کمک به اسرائیل پشیمان و به فلسطینی ها در چارچوب توی دیومه میگیم سیاست عربی خود زیاد کمک میگیرد. ملا به حساب خود هوچیگری میکند. آمریکا نیز مثل فرانسه میخواهد با این تفاوت که آمریکا در مرحله دوم میخواست درخواستهای بیشتر مطرح شوند و فرانسه میخواهد که مرحله اول نیز طوری باشد که رژیم ملاها بتواند تا مرحله دوم باز با پنهانکاری چیزی اضافه کند. بتواند یا نتواند؟ اینجا من این پاراگراف آخری رو میخونم. آمریکا نیز مثل فرانسه میخواهد، نقطه، وقتی نقطه هم دیگه این تموش، با این تفاوت که آمریکا در مرحله دوم میخواست درخواستهای بیشتر مطرح شوند و فرانسه میخواهد که مرحله اول نیز طوری نباشد که رژیم ملاها بتوانند تا مرحله دوم باز با پنهانکاری چیزی اضافه کنند. خب چجوری نکردن که نتونستن که اینا رو محدود کنن؟ همین امروز اینجا هم گفتن آقا فعلا تحریم ها رو کاری نداریم و برید دنبال کارتون، و آمریکا تصمیمش رو گرفته. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، یا به دلیل مشکوک، مرسی، حالا ایمیل شما رو دیدم و همین خود منم اینو به فکرم رسید، مرسی. و ممنونم از یکایی که شما دوستان عزیز که هستید، مثل منشی صحنه، مثل کارگردان فنی. من دیروز وقتی که ویدیوی آقای صمدانی رو اینجا داشتم درست میکردم، ادیت میکردم و اینها، متوجه شدم این عکسی رو که این بنده خدا، این عکس مال خودش بوده، یه عکس انقدی بوده برده اونجا، اونها گذاشتن براش به عنوان بک‌گراند، و این بالهای فروهر یا هر چیزی که هست، چون ایشون وسط نشسته، این بالها شدن مثل گوش ایشون.
و یاد این فیلمای جنگ ستاره ها هست، ستار وار، ستار اینها، و اون کارگردان و اینها انقدر مشغول بودن هیچ کی نوتیس نکرده بگی بابا این اکثر رو یا یکم بیاریم این و من اینجا برنامه رو که میخوام شروع کنم یکم نگاه میکنم اول ببینم من که امروز نشستم این لباس من با این پشت رنگش مچ هست مچ نیست، همین الان نگاه کردم دیدم نور سبز زیاده، شاید متوجه شدید تغییرش دادم، اونا نیستن. و بعد برای یکی از دوستام اینو فرستادم گفتم این منشی صحنه کارگردان حالا ما اینجا هیچ که نیست اونا چه کار میکردن؟ گفت یا دارن قالی ها رو جابجا میکنن که بعد از برنامه قالی بفروشن یا دارن جواهرایی رو که دیروز فروختن پست میکنن. منشی صحنه چیه؟ برنامه رو که روشن میکنن میذارن میرن. آقای ناصر امینی یه خبرنگاری که چند مدت پیشم به من اینجا زنگ زد گفت من قبل از اینکه بمیرم میخوام خاطراتم و اینها رو به شما بگم، گفتم والله من ندارم، من اون امکاناتی رو ندارم. اینم باز یکی دیگه از اشتباهات دوستمون که مجانی به شما برنامه بدم. گفت آقا شما نمیدونی من بیام اصلا بیننده های این تلویزیون، گفتم شما واقعا میدونی؟ گفتم بیا یه سرمایه گذاری کنیم، شما همین 50 دلار 20 دلار 30 دلار به من بده، میلیون ها که گیرت میاد برای خودت. اینها شما رو خر دیدن که میان سوارت میشن، بعدم شما میگه اوکی حالا این داره برای خودش حرف میزنه، میری دنبال کارت، اون بنده خدا میگه اگه صدای من قطع شده خداحافظ. خب این برنامه رو کسی نگاه نمیکنه، این برنامه رو کسی نگاه نمیکنه، من میام نگاه میکنم که بشینم از توش مسخرت کنم. شما باید طرف اگه میگه یاد تلویزیون رنگارنگ، دو تا خانم ایرانی اومدن گفتن آقا شما چرا دارین پول جمع میکنین از مردم، ما میایم برنامه ها اوه میرید ایران. گفتم چقدر خوب، برید با من با اصحاب اصلی صحبت کنید، من نمیدونم همچی کاری انجام بدم و اینها. و دیدیم مزخرف ترین برنامه وقتی اومدن مردم زنگ میزدن مسخره شون میکردن اینها. اینجوریه طرف میاد فکر میکنه بله تو نمیدونی اون که بیاد دنیا زیر رو میشه. من به همشون میگم، میگم من قبول دارم که شما که بیای اصلا بیننده ما میشه 100 برابر، ولی یه برابر الان چی داره برای من که 100 برابر داشته باشه؟ وقتی یه برابرش صفره، اگه ببین درس نخوندی رفتی مواد کشیدی رفتی بازیگوشی کردی، اگه رفتی درس خونده بودی میفهمیدی صفر رو ضرب در 1000 هم که بکنی میشه صفر. حالا هی پول برنامه مجانی بده به آقای نوری علا، مجانی بده به اون رادیو، مجانی بده به اون رادیو آگهی میذاره که شما تو تلویزیونت پخش میکنی، خب ازشون پول بگی. نمیفهمی، نفهمیدن شما که تقصیر بیننده نیست. بریم آگهی ها رو ببینیم، برگردیم اسم آگهی اومد و ممنونم از افرادی که به این تلویزیون اطمینان دارن که برنامه هاشون رو اینجا میذارن، ممنونم از دوستانی که میان از طریق تلویزیون مردم به اونجایی نرسیدن که بگن ما با ایرانی ها کاری نداریم. حتی اگر ایرانی ها اذیتشون هم میکنن که میکنن، باز هم مثل خانواده اینها رو تحمل میکنن. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم در قسمت دوم برنامه گل میگیم و گل میشنویم. تلفن ها رو هم باز میکنم. مرسی. البته خیلی خوب شده دیگه، چون تلفن ها رو جواب نمیدیم شده عادت، طرف اگه میخواد حرفی بزنه بعد برنامه زنگ میزنه. اصلا وقتی زنگ میزنن اینجا من گوشی رو برمیدارم تعجب میکنن، منتظرن خودشون، عادته. من یادمه سال 1990 از آقای مهران قفواری یک ماشین خریدم، بعد رفتیم با ایشون یه جایی دیدم توی دهنش یک کشایی گذاشتن که این دندوناش داشت صاف میکرد، چون این همیشه اهل ورزش و مشت و کاراتو و اینا بود، کج موج میشد. بعدش گفتم مهران این اذیتت نمیکنه؟ خندید، گفت بشر اگه یه میخی توی مغزش تو کلش فرو کنن هفته اول اذیت میشه، هفته دوم عادت میکنه. اینم ماجرای ما هست، عادت میکنیم به چیزا. بریم ببینیم و برگردیم و با شما باشیم. مرسی. گرچه ما از غرور خود مستیم، در کنار آمدن زبردستی. سومین برخورد هادی و صمد در نمایش تازه پرویز صیاد. به ما گفتن به این زینبیه، حضرت زینب در خطره، ما رفتیم دیدیم فقط نن آقای خود ما در خطره. برخورد سوم. واشنگتن دی سی، یک شنبه 24 نوامبر. دست بالا. آقا
اون لباس شخصی شد. لباس شخصی کرد تو آباد ته. راستش بگو کی تو رو فرستاده سراغ من؟ واشنگتن دی سی، یک شنبه 24 نوامبر. فعله از فیلیپین و فلسطین میارن؟ کار فعلگی که خیلی زیاده، اما گیر ما دهاتی ها نمیان. با این همه فعله تحصیل کرده که تو شهر ریخته دیگه به ما کار نمیدن. برخوردی کاملا غیر منتظره برای هادی؟ دو پا چلکه آبای کوبیده لطفت. بلک تو که همیشه کوبیده دوست داری؟ بلک آقا دو تا چلکه آبای برگ لطفت، دو تا کوبیده اضافه. و برای سمد آب ببخشید سمد آقا دست بالا این دفعه دیگه. و غیر منتظره حتی برای شما میرفته میرفته یکتر بلندتر بگیم بالا ها مگه یک کسی از دوزاری اونم بیرفته میرفته میرفته. واشنگتن دی سی، یک شنبه 24 نوامبر. هادی و صمد برخورد سوم. گلزار شادی میاد، شادی به آبادی میاد، صمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد. هادی و صمد برخورد سوم، فرصتی که دیگر پیش نخواهد آمد. You ever get a BBC One TV show? It's because there was a remit. I don't know if you know this. I saw it was written. The BBC had a remit. We're looking for someone with an ethnic sounding name, but with an English sounding voice. Omid Jalili. Hello. I'm from Kensington. You know, Rita Chakrabarty, ethnic sounding name, English sounding voice. This is the reason why Trevor MacDonald left the BBC. You know that? Because they were trying to change his name to Mamchak Bagalawala. DC, I'm excited to come out there, not only because it's my hometown and I've made all my teenagehood life mistakes there, but my pal, Omi Jalili. It's our first time doing a show together, and it's going to be a memorable night. I can't wait. I hope to see you there. Peace. And finally, last year, we saw the meeting of all meetings, the ex-Egyptian president, Hosni Mubarak, meeting Barack Obama. What a great introduction that was, eh? Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. 3 years I was waiting for that. It's brilliant. It's a bit like a Tommy Cooper routine, isn't it? Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. Mubarak, Barack, Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. How'd you lose your country? Just like that. 3 years. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703 948
9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهند با شکوه ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میواژ و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $249 December 24th, Christmas Eve, Mo'i. آزادی خواه هستند. آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کنند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام های من را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکمتر برداریم. آن وقت می بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می شویم. با سپاس، محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. اجازه بدید از آقای پروفسور دکتر مسعود انصاری تشکر کنم به خاطر اینکه کتابشون رو برای من پست کردن و ما رسممون اینه که وقتی یک کسی زحمت میکشه کتابش رو میفرسه
ما هم اونو توی برنامه‌مون پلاگ کنیم یا پروموت کنیم. اسم این کتاب هست Drug Addiction and the Untapped Potential of Hypnotherapy. نوشتن که اعتیاد به مواد مخدر، حالا این دراگ همه چی هم میشه، این معمولی هم میشه، این قرص و اینا هم میشه. و میدونید که آقای مسعود انصاری رشته هیپنوتیزم رو خوندن، حتی بعضی ها رو از این طریق ترک اعتیاد سیگار و اینها هم دادن. البته خود من یکی از منتقدین ایشون هستم. سالها پیش وقتی ایشون یه نفر رو آورد در تلویزیون رنگارنگ و اون آمریکایی رو خوابوند و گفت بگو ببینیم حالا ایران چی میشه، و اون گفت یه نفر میاد اینجوری و اینها، بعد این دوستان دیگه یادشون میره دنبالش رو بگیرن. و وقتی که چند روز پیش برای من لطف کردن نوشتن که آدرس تو بده که کتاب رو بفرستم، بهشون گفتم که من مایل هستم شما بیان اینجا صحبت کنیم، چون من بارها گفتم که موقعی که شاه رفت حج و مکه و اینها، شما دوستان کجا بودید؟ آقایون پروفسورها، دکتر مسعود انصاری، آقای شجاع الدین شفا، اینها کجا بودن؟ آیا شما هم با اینها رفتید مکه و اینها؟ و الان یه دفعه ملاها که اومدن، خب اگه اینجوری باشه برای شماها خیلی بده، یعنی در رژیم شاه شماها بسته و همینجوری نگهتون داشته بودن، نمیتونستید حرف بزنید، در رژیم خمینی یک شبه همه دانا شدید و الان همتون هم آزادی دارید حرف میزنید، و این به نظر من تبلیغ بدی هست. البته ایشون لطف کرده نوشته که با غایت پالایش به گرامی دوست فرزان هم، ایشون خیلی تعارف میکنه و خیلی لطف داره، همیار فرزان ژورنالیست توانا و برجسته جناب آقای پارسا سوربی، فراداشت میدارم با بهین آرمان ها مسعود انصاری، نوامبر 2013. این کتاب را اگر انگلیسیتون خوب هست و بهتر از من هست بخونید، اگر هم فارسی که حالا صحبت کنیم با آقای انصاری ببینیم آیا این ترجمه فارسیش هم نوشته میشه یا نه. ضمناً آقای کینزر دیروز اینجا بود، میگفت اون کسی که ترجمه فارسی رو کرده از ایشون نه اجازه گرفته نه پولی به ایشون داده، که این کار بسیار زشتیه. صحبت از کتاب شد، اجازه بدید من دیروز داشتم دنبال کتاب آخرین همه مردان شاه میگشتم، خیلی جالبه واقعا. این کتاب سال 2001 یا 2002 یکی از دوستان بیننده برای من فرستاده و کاغذی رم که به اصطلاح نوشته بودن هنوز داخلش هست. اجازه بدید من این عینک مخصوص رو بیارم که بتونم این رو براتون بخونم. نوشتن سلام سوربی جان، امیدوارم که حالت خوب باشد و هر روزتان بهتر از دیروز. غرض از نوشتن این چند خط تشکری است که بابت جواب دادن به ایمیل های من می باشد، که باعث خوشحالی است که یک نفر صدای کسی را اقلن گوش خراب می شنود و جواب می دهد. سپاس سوربی جان، از بابت برنامه های خوب شما متشکرم و امیدوارم همینطور ادامه پیدا کنند. ما با این که شما 3 شب در هفته برنامه دارید، ولی باز روزهایی که نیستید دلمان برای شما تنگ می شود. سوربی جان، همراه این نامه یک کتاب برایتان میفرستم که در آن در ارتباط با ایران عکس‌های تاریخی وجود دارد. سوربی جان، این کتاب را یکی از دوستان آمریکایی به من داد و گفت این ایران دیروز شماست. چگونه است ایران امروز؟ که من بسیار متعجب شدم، چرا که در این کتاب که در زمان شاهنشاهی چاپ شده است در خارج از ایران عکس‌هایی در آن است که فاصله طبقاتی را کاملا نشان داده است، و این از ماه بهتران که میگویند ایران مدرن، ایران مدرن، این ایران مدرن بود. فکر میکنم این کتاب در سال 1978 چاپ شده است. خواهشاً به صفحه 12 و 13 کاملا دقت نمایید. بله، کتاب در سال 1978 چاپ شده، من عکساشو گرفتم حالا براتون نشون میدم. نکته دیگر این است که تنها صنعتی که در ایران خود را نشان میدهد عکس‌هایی از پالایشگاه نفت است. دوست عزیز سوربی جان، این چگونه تمدنی بود؟ افسوس نزدیکترین دوستان این پادشاهی هنوز از خواب بیدار نشدند. خدا را شکر این کتاب قبل از انقلاب چاپ شده است که رابطه ایران با دول غرب خوب بوده است. اگر بد بود چه عکس‌هایی چاپ می‌کردند؟
دیگر ارزی ندارم، ولی اگر خواستید در برنامه‌هایتان می توانید از این عکس‌ها استفاده کنید بدون نام فرستنده. اگر بخواهم در مورد این کتاب با هم صحبت کنیم فکر می کنم. در صورت دوستمون از میامی، مرسی. خب میامی باز وقتم این اسم این کتاب هست، Looking at Iran. این صفحه اولش اینا رو هم که شما نگاه کنید به اصطلاح نوشته که چه سالی به چاپ رسیده. اینجا این نوشته 1978 این کتاب به چاپ رسیده. عکس‌هایی که نشونتون میدم کاملا متوجه میشید که چرا انقلاب شد. ضمن این که دیروز وقتی با آقای کینزر صحبت میکردم ایشون به درستی توضیح داد که چرا در ایران کودتا شد. حالا بریم من این عکس‌ها رو براتون اگر بتونم پیدا کنم. خب اینجاست، روی دسکتاپ گذاشتم و داره تاپ تاپ میکنه. گفت مرغو میبینم این دلم به تاپ تاپ میفته، تاپ تاپ. خب بذار ببینیم چرا پیداش نمیشه. این آقای کینزر دیروز وقتی آمد اینجا گفت که من تو استدیو قبلی یادمه چندین نفر، راست میگه 3-4 بچه های جوان بودن، همه آقای خسرو و رنجبر، اون افشین، 5-6 هر وقت ما میرفتیم آقای مسلک اونجا کمک میکرد، خود آقای داور. و گفت که اینجا کسی نیست کمک کنه. گفتم نه، به شکر این دستگاه $1,100 میدی به اندازه 14 نفر که چه ارز کنم به اندازه 30 نفر کار میکنه. ولی هیچ چیزی مثل انسان نمیشه. چرا؟ اگر الان یه انسانی اینجا بود تا من داشتم راجع به این کتاب حرف میزدم اون میرفت فولدر Looking at Iran رو باز میکرد، عکس‌ها رو آماده میکرد که الان من اینجوری سرگردون نباشم. ببینیم چه خواهد شد. خب از این وری باز میکنیم. گفت از این وری نشد، از اون وری. عکس‌ها خیلی جالبه. این روزا برو شما توی فیسبوک یه عکسی بذار که یه بچه‌ای داره کار میکنه، 100,000 فوش میدیم به آخوندهای بیناموس و اینها، ننگ بر اینا باش، پول نفت خوردن بردن فلان بیسار، چرا اینا ندارن. یه نفر کنار خیابون خوابیده باشه، اون عکس اون خانمه که داره از این آب کثیف میخوره دیگه دل همه رو واقعا ریش کرد. ولی ببینید دوستان، مخصوصا دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن، تو رو خدا به خودتون ظلم نکنید، چون مردم پشت سر شما میگن اینا نه اون موقع میفهمیدن چون پولدار بودن و وضعشون خوب بود، نه الان میفهمن. عذر میخوام این حرف میزنم، یعنی شما نفهم بودید حالا نفهم هستید. تغییر نشون بدید. آقا خود آقای رضا پهلوی با آقای شهرام همایون میگه خب این پدر من داشت کارهای کوچکترین کارها رو انجام میداد متاسفانه. آقای شهرام همایون میگه که نه خب ایشون مجبور بود. آقا چه اجباری داشت؟ ایشون دوست داشت دخالت کنه. ذات دیکتاتور اینه که دخالت میکنه تو همه کاری. و الا همین الان آقا خامنه ای هم آقا برو بشین هر کی اومد سوال فقه کرد پاسخ بده، ولی دخالت میکنه تو بمب اتم، دخالت میکنه تو اون، دخالت میکنه و الی آخر. اینم حالا دوست نداره باز بشه، ما هر چی سر شما رو گرم میکنیم باز این باز نمیشه، چیکار کنیم دیگه؟ بذار یه دونه دیگر رو باز کنیم اینجا. قبل از اون اگر بشه من این تصویر رو نشونتون بدم که عکس پرونده هسته‌ای ایران و سفر اولاند به اسرائیل. اون روز که من گفتم اون روزی که اسرائیل فرانسه میاد میگی که ایران قبول نکنید و فلان، اینها جوابش الان باید دنبالش بگردید که اینها برنامه داشتن که بره و نمیدونم اسرائیل هم از اینها به اصطلاح کمک بگیره، چون شما اگه یک کسی رو داشته باشی که اون هم صداد بشه دیگه میشه بلنگو، دیگه احتیاج به بلنگو نداری. الان فرانسه شده بلنگوی اسرائیل زمانی که دیگه آمریکا خسته شده از بس که اسرائیل چیز کرد به اصطلاح هی به اینها رو فشار داد داخل جاهایی که جنگهایی که نمیخواستن، کارهایی که نمیخواستن انجام بدن. و از این ورم مردم آمریکا الان وضع پولیشون بده، میگن ما خودمون نداریم بخوریم، چرا بیام سال اینقدر میلیارد دلار، نمیدونم سال چند میلیارد دلار بدیم به اسرائیل. ببینیم این باز شد یا نه. اگه نشد که این عکس ها رو روز دوشنبه براتون نشون خواهم داد. و اما آخرین
تلاش. ساعتم 3:29 دقیقه است. هرچی هم کار با عجله میکنی معمولا کار بدتر میشه. ببینیم. بله، رضایت داد. Looking at Iran. دوستان اگر خواستید ایمیل بفرستید، من این عکس‌ها رو براتون میفرستم و این کتابم یه کتابیه که چون نوشته شده به چاپ رسیده، توی انگلستان هم به چاپ رسیده، حتما هست. Looking at Iran، جنین ویدل، سال 1978 قبل از انقلاب، آخرین سال شاه. این کتاب رفتن عکساش اون موقع گرفتن. دوستان گول خودتون نزنید. Looking at Iran، خیلی داده بیداد، ایران لوکینگ گذاشتن. بله قاطی هم میکنیم دیگه. خب دوستان حاضرید بریم یک سفر به ایران؟ کی؟ درست قبل از زمان شاه. برای اونهایی که دیروز یه خانمی تو تلویزیون این آقای بهکام، برای آقای بهکام نوشتم آقا دیگه واقعا خجالت بکش، تو میشینی اونجا این خانم مزخرف میگه، میگه بعد از این همه دیکتاتوری بالاخره مردم ایران تصمیم گرفتن و شاه خودشون انتخاب کردن و رضا شاه اومد سر کار. اصلا مردم کجا خبر داشتن؟ چه انتخاباتی، چه کشکی، چه پشمی؟ بعد این بهکام میخواد آزادی ببره ایران. آخه تو خودت اینجا نتونستی از خفت و زنجیر و گیر و بند این دوستانت نجات بدی، چگونه میخوای آزادی به مردم بدی؟ Looking at ایران، عکس‌ها رو با هم میبینیم. اگرم من چشم ببینه تعریف میکنم براتون، اگرم نبینه که دیگه وای به حالتون. 1978 ANC Black Publishers، این اسم منتشر کنندش هم نوشته. و اما ببینید دوستان، لباس پوشیدن، چادر، اون لباسایی که پهلوی اینقدر زور زد که به زور مردم رو کلا پهلوی کنه و فلان، اینها وقتی که مردم نخوان شما چه به زور حجاب رو از سرشون در بیاری، چه به زور حجاب سرشون کنی، مردم نمیخوان، چه به زور لباس محلی رو در بیاری، چه به زور لباس محلی بخوای تنشون کنی، مردم نمیخوان. باید ما شعور داشته باشیم ببینیم مردم چی میخوان. دوستان نگاه کنید، وسیله این آقایی که نشسته اونجا گاریه، تلفن بیسیم دستش نیست، دستش گذاشته زیر چونش خوابیده. بره‌ها اینجا، اون گاریه اونجا، اون خرابی و خیابون و اینها رو ببینید و بریم باز هم نگاه کنیم. کار کردن زنان، بله این رسم بوده و رسم هست و خواهد بود در تمام دنیا. اینهایی که توی فارمینگ بیزینس هستن، توی کشاورزی هستن، اینها یکی از چیزها اینه که بچه‌شون و خانمشون، دخترها، اینها توی این فارمینگ کمک میکنن. اینایی که امروز من اون روز نوشتم برای خانم مینو همتی اگر اشتباه نکنم، خانم آزادی زن از کی؟ از دست من و تو، از دست شوهرهاشون، از دست پدرشون، از دست برادرهاشون، از دست کی؟ این زنها ببینید از صبح تا از باید دلا وای میسادن. این فکر کنم دارن چاییه یا مزرعه چایی میست که با از این بلندتر باشه. در اصل اینجا اینم این آقا که میبینید با بهترین وسایل درست قبل از انقلاب در ایران مدرن داشته حمل و نقل میکرده، قطعه چیزهای خالی چلو کباب رو سرش داره برمیگرده. و این هم باز ببینید اینایی که از ده مجبور میشدن بیان شهر برای خرید، برای که دهات وسایل خرید و اینها نداشت، توی شهر که میبادن مسخره میشدن، اذیت میشدن. و خود ما، خدا از اون بگذره اگه خدای وجود داره، با وجودی که فامیلای دور خود من قشقایی و کلا دوگوش و اینها هستن، با بچه ها میرفتیم وقتی اینها میمدن میزدیم زیر کلاهاشون و فرار میکردیم، که باور کن اگه یکیشون 5 تا از ما رو میگرفت، یکی یک کشته میزد، ما برق از فلانجامون میپرید. همزمان میبینید که پاساژ های 3 طبقه و 4 طبقه درست شده بوده، ولی این چیزا باید با فرهنگش بیاد، اول باید فرهنگش بیاد بعدن خود اینا. مثل نیروگاه اتمی، باید اول نیروگاه اتمی بیاد بعدن سوختش. نیروگاه اتمی که 40 سال پیش شروع کردن در زمان شاه، هنوز نساختن، 3 بار تا حالا از واشنگتن، از وستینگ هاوس بعد رفت به سراغ آلمان، بعد رفت حالا به سراغ روسیه، این شده یک ماشین 7 بیجار به درد نمیخوره. زیر همین کتاب نوشته که توی ایران خیابون‌ها مردم پیاده و حیوان و ماشین همین جوری قاطی داخل هم میرن. اجازه بدید من ببینم اگه بتونم همین اینا رو به ترتیب براتون پیدا کنم که
بخونم. بله نوشته که شیپ اند ترافیک مینگل اف سیتی استریت. مینگل یعنی همینجوری در هم و بر هم راه میرن و هیچ قانونی نیست. این ببینید موقعی که اون وقت فیلم میسازن، فیلم بلوچ وقتی میاد ایران از خط عابر پیاده رد نمیشه جریمهش میکنه. انقلاب به خاطر اونها شد دوستان. ببینید خب این خانم ببینید دستشو چادرش هم تو دهنشو اینها وسط ماشینا تو خیابون. این عکسو امروز اگر رنگیشو بگیریم بزنیم تو فیسبوک هممون فوش میدیم به آخوندا. این آخوندای پدر سگ، آخوندای فلان پول ما رو بردن و الا ما هر کدوممون باید یک دونه نوکر داشته باشیم، سه تام کلفت فیلیپینی. بله دوستان ببینید کجا دارن رختاشونو میشورن. ماشین پژو اون بالا وایساده داره میشوره، این پایینم اینا نشستن رخت میشورن. ببینید چی نوشته. نوشته عکس سمت چپ، حالا بعد بهتون نشون میدم. این جوای آب رو نوشته water channel which runs along most street in Iranian city. میگه جوهای آبی که در کنار خیابانها روان هست توی بیشتر شهرها. عکس دست راست همین که الان من نشونتون میدم که میبینید نوشته the water is used for a variety of purposes. آب استفاده میشه برای انواع و اقسام استفاده ها اونجا. این اونی که گفته بود جوبها کنار اینها میگذره. و اما این عکس نشون میده دو نفر در زیر سایه خوابیدن، نوشته sleep in the shade، خوابیدن در خیابون در زیر به اصطلاح سایه. خب معمولا اینا کارگرهایی بودن که از یا پایین شهر میمدن یا از خارج شهر میمدن، زور نمیتونست بره و برگرده، همونجا یه نهاری میخورد یه نیم ساعتی هم استراحت میکرد. یادتون باشه دوستان خواب قیلوله میگن یا قیلوله، اینجا بهش میگن نپ یا بهش میگن خواب نیمروز. این عمر آدم رو زیاد میکنه. یه عکسای از بازار شیراز بهتون نشون میدم، فکر کنم داریوش فرستاد، ممنونم که در موردش هم صحبت میکنم و لینک هم براش فرستادم که آمریکایی‌ها هم الان اجازه میدن کارمنداشون در شرکت بخوابن، حتی بعضیا اجازه میدن پول میدن یه کسی بیاد مثلا روزی نیم ساعت ماساژشون بده. البته جایی که ما کار میکردیم از این خبرها نبود. اینم خانواده‌های ایرانی بچه بغل، بازم رحمت به این شیری که این مرد خورده، حداقل بچه رو خودش بغل کرده که اون بنده خدا خانم اون زنبیل و چادر و مادر و اینها رو بگیره دستش. و این هم آبخوری بسیار متمدن پس از جشن‌های 2500 ساله وارد کرده بودن از آمریکا به اسم سقاخانه. یک لیوان با زنجیر آهنی بهش بسته میشد، همه ازش میخوردیم و البته یه نوعی بعدن گفتن که این بد نبوده، این سیستم واکسیناسیون رو انجام میداده. مثلا آقای قبلی اگر ایدز داشته، کوف داشته، نفر بعدی میومد میخورد اون هم چیز میشد. این هم بازارهای بسیار متمدن و جدیدی که سال 1978 در زمان شاه بود و حالا هم لابد جدیدتر شده. میبینید دیگه قطیای میوه رو گذاشتن روش یه سینی و اون هم به نظر نمیاد اینجا آسفالت حتی باشه. خب این هم وسایل بسیار پیشرفته. الاغایی که بنده خدا 6 برابر وزن خودشون توی اون گاله بهش میگفتن چی میگفتن بار میذاشتن روشون، فروشنده های دورگرد. سال 1978 دوستان عکسایی رو که الان میبینیم، یه نفر تو بازار داره گاری فشار میده یا داره چی بهش میگن اینایی که کولکشی میگن، مثل که تو شیراز بهشون میگفتن حمال، باربر، نه حمال به خاطر توهین، باربر، حمل کننده. ببینید این آقای دوتا چی گذاشته پشت خودش داره میکشه. حالا نمیدونم اگر ما امروز به آخوند فوش میدیم باید اون روز به شاه فوش میدادیم؟ چه باید کرد؟ باید عقلتون رو استفاده کنید. این هم ببینید دیگه آمدن اینجا نشستن یک قابلمه و چند نفر دور و برش و این هم باز یک زنی که میبینید چجونه با چادر و فلان اینها این وزن سنگین بار رو هم روی سرش گذاشته. و این عکس ها بود که دوستان مردم میدیدن در دنیا و خندیدن به ریش شاه وقتی اون جشن های 2500 ساله رو گذاشته بود که الان یکی دوتا از این عکس ها رو هم خودتون میبینید. این آقا من نمیدونم چیه، کارتون یخچال پشتشه چیه، بیچاره اینجوری کمر دولا کرده زیر بار. و اون هم اون عکسی بود که قبلا بهتون نشون دادم، اون خانم که اون بار رو روی سرش داره هم میکنه. این هم باز یه عکس دیگه از یه باربر دیگه. و اینجا هم
بچه های کار. الان یه موزل بزرگی هست در ایران. این فکر کنم این آقا 50 سالش بوده، تو این عکس کردنش بچه که به اصطلاح بدی شاه رو بگن تا بتونن انقلاب کنن. این هم بچه ها باز در بازار کار در فرش بافی. شما میدونید که یه شعری هست که میگه میدونید چرا بیشتر فرش های ایران قرمزه؟ برای که وقتی اینها داشتن اینها رو میبافتن، اگر دستشون زخم میشد، سابیده میشد به خاطر این پشم و گره زدن و کات کردن و اینها، و خونی ازشون میومد، اون خون فرش رو رنگین تر کنه و رنگش خراب نشه. به همین خاطر بود که اونهایی که استاد نبودن، فرشایی که میبافتن همه قرمز و اینها بود. استادا که به اصطلاح کمتر کار میکردن و بیشتر دستمزد میگرفتن، فرشایی نمیدونم تبریز و کرمان و اینها که کرم و سفید و فلان و اینها بود. این آقا چند سالشه دوستان؟ از صبح تا شب اونجا نشسته باید با چکش بزنه به بازار مسگرا. کی؟ موقعی که من و شما هی این ور اون ور می‌نویسیم که در تخت جمشید اگر کسی کار می‌کرد حقوق بازنشستگی بهش می‌دادن. آقا این مزخرفات چیه؟ پدر من اونجا کار کرده بود، برای شرکت نفتم پیمونکاری کار کرده بود، پول بیمه خودشو شاگردشو اینها رو هم داده بود، بیمه رو به زور بهشون دادن. چرا مزخرف میگید؟ چرا دروغ میگی؟ آقا اونها اون پیمونکاری پیروی، پیمونکاری زاهدی، اون گاراژ بارکش، اینا هستن توی ایران. چرا به خودتون دروغ میگید؟ ما که میدونیم و قبول کردیم آقا بود، اشتباه کردن اینجا رسیدن. پسر گلش نشسته اینجا میگه آقا پدر من اشتباه کرد، اگه اشتباه نمیکرد مسلما اینجوری نمیشد. بعد طرف میگه نه آقا چه اشتباهی، باید بیشتر میکشت. همین دیوید نوشته آقا شاه میدونی باید بیشتر میکشت. میگم یعنی کم کش و اینقدر کشتن جاهای دیگه مشکلاتشون حل شده. این حرفا چیه؟ یک کمی حقیقت رو قبول کنید، منطق رو قبول کنید و بریم ببینیم باید چه کار کنیم. این پسر هم در بازار کفاش ها داره کفاشی میکنه. خب خیلی ها، خود منم تابستون ها میرفتم کار میکردم که بتونم پول داشته باشم. حقیقتش خب اگه پول داشتم نمیرفتم کار کنم. حالا نمیدونیم این تابستون یا همیشه است. خیلی ها بودن بچه هاشون زیاد بود، بچه هاشون رو از مدرسه ور میداشتن میذاشتن که اونها کمک خرجشون بشن. و اما این بچه هم در رنگرزی یا در رنگ نمیدونم رنگ آمیزی میگن چی میگن، رنگرزی فکر کنم کار میکرده. و این هم آپارتمان های بسیار دلوکس که این ور دوربینه شما نمیبینید، اون ور دوربین این کپرای ایلات قشقایی و بختیاری اینها هست، ولی عکاسه پدر سوخته بوده. از این ور که آپارتمانای دلوکس هست عکس نگرفته، از اون ور عکس گرفته چون با شاه دشمن بود. این ورم پشت همه ماشینای خوب و حمل و نقل، دوباره عکاسه پدر سوخته از این شتر و موتور و اینها عکس گرفته. بی خود نیست اینجا، ما میگن کمر جاگه. و این هم حالا این جالبه، من این بالا نویس یا زیر نویس اینو براتون بخونم. این بالا نویس داره این عکسه، دوستانی که خیلی افتخار میکنن به جاده و راه آهن و اینها، ببینید سال 1978، حالا بگیم یه سال قبلش اینا رفتن این کتاب و اینها رو عکسار تهیه کردن، 1977 چی نوشته در رابطه با همین جاده‌ای که من و شما اینجا میبینیم. بذارید ببینم این عکس رو پیدا کنم، باید اینا رو با صفحه میذاشتم که ببینم مال کدام صفحه هست. خب دیگه وقتی که دست تنها هستی این چنینه. اون چی که من خوندم نوشته بود که توی ایران جاده های خوبی اصلا نیست و خیلی هم بلسپلا ترافیک زیاده در همین جاده های بعد و خطرات و اینها اونجا زیاده. دوستان این کتابی هست که یکی از بینندگان سالها پیش، و عجیبه من دیروز داشتم دنبال کتاب آقای استفان کینزر میگشتم این رو پیدا کردم. بله بذارید اینجاست این عکس، من هی دنبالش بالا میگشتم. این عکس این پایینه، ببینید چی نوشته. نوشته ایران does not yet have، یعنی هنوز جاده های مناسب و up to date road system، جاده هایی که برای این روزها ساخته شده باشه ندارن. And the existing road، اون جاده هایی هم که وجود دارن are very congested، یعنی اونهایی هم که هست خیلی شلوغ و شیر تو شیر، رو دیگه خودمون خبر داریم. شما ببینید اینجا چه رابندونی بوده که ملت آمدن بیرون. ببینید اصلا ملت آمدن بیرون، من چرا این نشونتون میدم، اون یکی که بالا هست در هر صورت. و اینجاها
دوباره عکاس این عکس پشت رو نگرفته، اتوبان‌های چند خطه، توالت‌ها، رستوران‌های میانراهی، یک دونه رستوران نبود که کامیونا بتونن وایسن. بیچاره کامیون میرفت دم رستورانی که باید اتوبوس و اینها میومد، صاحب اونجا میومد بیرون میگه آقا تو اینقدر جا گرفتی قد 40 نفر مسافر، راهشون نمیدادن. بعد خیلی از اینا میگفتن حالا ما از خونه به چی میبریم؟ خب کسی که از شیراز بلند میشد میرفت بوشه، از اونجا میرفت بندر عباس، میرفت میمد، باید برای چند روز خوراک با خودش میبرد، اونم اون وسائل، اون کامیون ها. و ببینید دوستان این عکس قدیمی نیست، ببینید عکس بنز کامیون توشه، مینیبوس های بنز، مرسدس بنز داخلشه و ماشینا، اتوبوس های تاکسی های اتوبوس های 302 داخلش هست. سال 1977 بوده. حالا شما هی بشین هی اینجا بگو اینجور اونجور. بعد این خانواده چه کار کردن؟ نگاه کن واقعا خودش مسخره کرده این بنده خدا. شاه سوئیس درس خونده، برداشته تاج به این سنگینی رو گذاشته سر خودش، بعدم تاج رو گذاشت سر فرح، حتی اجازه نداد خود فرح تاج رو بذاره سرش. بعدم عبا و عمامه، چه فرقی بین این عبا و عمامه آخونده با این نمیدونم عبا و تاج؟ بعد حالا همون شاه میره کردستان. دوستان نگاه کنید این مدرسه هستا، چپر بهش میگفتیم ما تو شیراز، چادر بهش میگی. هیچ وقت شما کردستان بودید؟ من کرمانشاه بودم، سنندج رفتم، یکی دو روز برگشتم، سرمای اونجا رو میدونید چه خبره؟ مدرسه کیه معمولا؟ مدرسه در فصل زمستان هست و بهار هست و پاییز، درسته؟ دوستان آقای شاه هست اونجا وایساده ها، البته من فکر کنم این پدر سوخته شیخ ها هستن، اینها ادیتش کردن عکس شاه رو گذاشتن. ها زیر این عکسم نوشته که عکس شاه همه جا باید حضور داشته باشه. میبینید این توی خونه اینها رو نشون میده یا یه محلی رو نشون میده، عکس شاه رو بزرگتر از اندازه خود خانم با بچه‌اش گذاشته و نوشته عکس شاه در همه جا باید حضور داشته باشه. و البته بی سوادی، میبینید هنوز تو سال 1977 توی حتی خانواده ها با سواد نبوده که این مجبور میشه بیاد تو خیابون بشینه کنار نمیدونم پستخونه و دادگاه و اینها نامه بنویسن. و اما اینم یه بچه دیگه که در اینجا نمیدونم این نساجی چیه، بنظر میسه اینا دارن لونگ درست میکنن از اون خط. و میبینید این ماشینا رو من با این موتورا کار کردم، میدونم که اینها چقدر خطرناکن اگه یه وقت دستتون رو بگیره و بره اون داخل، پولی و اینها، پولی اون سرش چیزه هست. دوست عزیز شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام و خسته نباشید. سلام عزیزم، احوال شما؟ مرسی. گفتید چه باید کرد؟ از آقای حسیبی باید پرسید چه باید کرد. آقای حسیبی اون چه به فکرش هستید این بود که پول منو بخوره و بره. من گفتم حساب تو شما تصفیه کرده حتما. نه امیدواریم یه روزی بده. ای دل بابا، حالا انشالله که سر عقل میاد حسابشو میده. عقلی که به 70 سالگی به 70 و 7 سالگی نیامد، به 70 سالگی نیامد، فکر دیگه نمی‌کنم امید. 5 سالش الان آقا از نه همون میگم دیگه، فکر نمی‌کنم به 86 اینا بیاد. این اون خصاصت و گرید هست. بفرمایید. برنامه قبل یادی از آقای احمدعلی مسعود انصاری کردی. بله. عرض حضور خدا بخوادم بده دیگه. میگم شانس و تو زندگی بالاخره از نوجوانی در از گروار پس دختر خالایش ننش کار شد و در از گروار داره بود. حالا تو سن پیری هم بالاخره رفته تو ایران، اینجور که همه میگن، اکثر مردم میگن، یه ملکشو پس گرفته، الان به نرخ عبوس حدود 500 میلیارد تومانه. من تا اونجایی که من میدونم ایشون ایران زندگی نمیکنه، اینجا زندگی میکنه. راجع به ملکم من ازش پرسیدم و من از 2001 ایشون رو میشناسم، حدود 12 سال زندگی میکنه، ولی خب میره ایران میاد. حالا اجازه بدید میگم که اینجا زندگی میکنه، چون ایران رفته بود و اومده بود، من همین شایعه رو شنیده بودم، از ایشون پرسیدم، قسم خورد که من پس نگرفتم و اگه پس میگرفتم چه غمی داشتم. و من که تا امروز اینجا نشستم این شخص رو میشناسم، یک بار دروغ ازش نشنیدم. خب
خدا کنه اینطوری باشه. امیدوارم. بله ممنونم. میدونی میگن مثلا خانم کریستن امانپورم میگن رفتن منزلش پس گرفته منزل باباش رو، خیلی چیزا میگن. خود من میدونید وقتی که من اینجا خونه خریدم گفتن که جمهوری اسلامی براش یه قصر خریده. رفته بودیم با آقایی به نام رنه توی فیرفکس، یه آدم پیرمردی بود فیلیپینی. من وقتی آمدم اینجا داداشم گفت این سالها رستوران داره. ما رفتیم اومدیم، بعد باهاش دوست شدیم، یه برنامه‌ای رو گذاشتیم، باهاش قرارداد گذاشتیم که ما پول میدیم بچه‌ها بیان موزیک بزنن، شما مشروبتو بفروش، ما هم دم در پولایی که میگیریم چیز میکنیم. اولش که مجانی بود، شایع کرده بودن که سوربی جمهوری اسلامی براش دیسکو خریده. حالا خیلی جالبه، دیسکو خریده، دیسکو زیر رادیو کوریا بود. بعدم اصلا خودمون بنده خدا هم از بیزنس رفت بیرون. بعد همین آقای رنه به من زنگ میزد میگفت سوربی من بهت میگم چرا اینا مشروب نمیخرن، تو میگی خب اینا مسلمونن مشروب کم میخورن، حالا بیا نشونت بدم. دور تا دور اونجا پر شیشه های خالی تکیلا، ویسکی بلک اند چی میگن جک دنیل و اون یکی دیگهش بلک اند جک نمیدونم. خلاص کارمون خیلی درسته. در هر صورت این شایعات هست، یعنی همین که شما الان اینو میگی ها، دو نفر که شنیده باشن اونا میرن میگن که بابا خودمون شنیدیم، به گوش خودمون شنیدیم که دولت خونه انصاری رو پس داده. حالا پس هم داده باشه، من به شخص ناراحت نیستم، هر کی مالش از بین رفته بتونه پس بگیره بالاخره اونم. بله منم امیدوارم اینا چیزایی رو که قصدی از مردم گرفتن پس بدن به مردم. حالا اگه بعد بخوان بشینن بگن آقای انصاری پدر شما مثلا از کجا این ملک رو آورده، اون حرفی جدا، ولی از اینکه آقای رضایی بره توی خونه بشینه، اون یکی بره توی خونه بشینه. پاسدار من یادمه تو شیراز که بودیم بعد از انقلاب، اون خونه های مال قوام الملک و اینا رو گرفتن، جهاد سازندگی و اینها رفت داخلش. بعد برای جهاد سازندگی و اینها که چی ساختن دیدیم اونایی که مسئول بودن خودشون رفتن تو اون کاخهای آنچنانی بالای تپه تلویزیون و خیابون باغ ارم و قوام اینجاها اونها زندگی کردن. اونا برای نگهداری رفتن نشستن. آره ارواح همشون. ولی ببینید همونایی که میرن خونه های قصبی بچهشون میاد اینجا، بچه آقای محسن رضایی، احمد رضایی مصاحبه ای کرده با خانم عسل پهلوان، دیروز ویدیوشو من دیدم، امروز هم میذارم ببینید که این آقا صحبت میکنه، آخرش هم یا خودکشی کرده یا خودکشیش کردن. اینا اینجوری تقاضا پس میدن. حالا کی میفهمن، کی شعور به هم میزنن که بابا آدمایی که کار میکنن سخت، پولایی که کار کرده خودشونه نمیتونن بخورن، از گلوشون پایین نمیره. شما حق مردم رو چجوری میخواین بخورین و تقاسم پس ندی؟ آقای سوروی جونم، دار مکافات و مجازاته. دقیقا، مرسی آقا، به امید اون روز. چهار سال جلوتر از ظهور جمهوری اسلامی تو بازار یا آقای زد تو گوشه یه پیرمردی سر یه جنه چرخای میوه فروشی بی خود بی جهت، اینو به چشم دیدم. و چهار سال بعدش همون آقا حزب اللهی انقلابی ماشینش رو پل هوایی پارک کرده بود، همون مامورای کمیته های ابتدایی که اومدن رد چند دیدن سر پل هوایی ماشین پارک شده، داد زدن آقای ماشین ها مالشیه بگیریم ببندیم ببرین، هر چی دوید ماشینشو برد. همین آقایی که چهار سال جلوتر زده بود تو گوشمون پیرمرد آخر سر رسید، بعد گفت نبرید بادشو خالی نکن، میبرم میبرم. گفتن آقا باید چی اینجا بود داشتی؟ خلاصی یا رو یه آره یه میانسالی شده بود، اون پاسدار هم اون کمیته چی هم یه آدم جوان قد بلند. آقا نمیم چی شد بهش گفتن آقا این حاج آقا مال بازار اله بله. گفت حاج آقا چی حاج آقا چه حقی داره اینجا باز کن؟ همچین گذاشت تو صورت این که دماغ ده صورتش شد پر خون. گفتم ای دل غافل ببین چهار سال پیش زد همین آدم. بله بله شما که تو آمریکا هستی، اینجا میگن what goes around comes around، یعنی خودمونم میگیم با هر دستی بدی با همون دست پس میدید. بی خود بی جهت داشت میوه میخرید سر آره نیم کیلو خیار بود، نمیدونم بحثشون سرشون چهار سال نکشید همچین اون آقای جوان قد بلند رشید زد تو صورت این سر هیچی که صورتش شد پر خون. خواست برم بهش بگم آقا دستی که میدی پس میگیری، ولی خب بگه شرایط طوری بود نشد. بله امیدواریم که بفهمن، بعضی از اینا نمیفهمن، مشکل اینجا. بله دیگه روزگار میفهمونه. بله. بهشون
ممنونم از تماستون، آخر هفته خوبی داشتید. خدا نگهدارتون. بله دوستان عزیز، این دوستمون هر وقت که صحبتی میکنن اینها من خوشحال میشم. معمولا چیزای مالای گذشته و تاریخ و اینها رو هم خوب میدونن و ممنونم ازشون. ضمناً این یک شنبه که داره میاد، همونجوری که در آگهی ها دیدی، هادی و صمد در واشنگتن در همین ویرجینیا هستن و من هم اونجا خواهم بود. امیدوارم که شما هم ببینیم. خب یک آگهی ما پخش کردیم، مال لاس وگاس هست که 6 تا خواننده رو میبرن اونجا و صحبت میکنه و اینها و حدود 249 دلار. بفرمایید. سلام، احوال شما؟ اگه صدای کامپیوتر یا تلویزیون کم کنی خیلی بهتر میشه. ببخشید آقا، ببخشید، معذرت میخوام. مصطفی زاده هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون. مصطفیم که من برای تایید فرمایشات شما در رابطه با اون هشهایی که نشون دادید و از مسائلی که در زمان شاه بوده و نهایتا این دوستمون جناب رهگذر صحبت کردن که کی رفته پولشی گرفته و اینا، همه آقای شاه که این همه براش تنگ سینه میزنن، قربان، زمین های در ایزون متعلق به ما بود. زمین های در ایزون ما رو همه آقا دزدید و همین شاه محمد رضا شاه دزدیدن و گارد شاهنشاهی و پادگان رویزان و همتر و اینو توش درست کردن و دیناری به ما ندادن تا امروز. امروز که ما دیگه تا جرأت نگاه کردن به ایران رو نداریم و لب مرزش هم جرأت نداریم بریم، آخوند پست بیشرف میگه بیا آقا پولو که بگیر، پول این زمین ها رو اسناد به نام شماست، بیاد پولتون رو بگیری. که یک بار هم من به شما گفتم که آقای احمد علی منصور انصاری رو وکالت بدن بره، ولی گفتم میترسم اون بدبختم بره گرفتار بشه. شاه دوز بود، پدر شاه دوز بود، اینا سرزمین ما رو اون یکی هیرمند رو داد رفت که جناب سوری امروز آب هیرمند رو به روی ایران بستند، افغانستان به روی ایران بسته و زارعین بدبخت اون منطقه آب برای زراعت ندارن. شاه محمد رضا شاه بحرین ما رو به باد داد. اینها فکر کردن که ایران مال پدر رضا شاه بوده. پدر رضا شاه یک هیزم دزد جنگل در مازندران بود. این هیزم دزد مازندرانی هیزم های درختای جنگل رو قطع میکرد، میدوزید، میبرد، میسوزون، زغال درست میکرد، میفروخت مردم. من نمیدونم تا کی باید به این مزیکه احمق عقب افتاده بگه شاه زده. این دزداده است. این ظرف یک دقیقه دو دقیقه که من مطلبی توی فیسبوک در رابطه با همین پدر رضا شاه نوشتم، باور کنید این شماخدارای رضا پهلوی و سگای هارش انقدر توی این فیسبوک پارس کردن که گوش من بکر شد. آقا اینها این خانواده نه شرم دارن نه حیا و نه داشتن. طرفدارانشون اینا همون بچه کلفت ها و بچه نوکرهای دربارن که امروز تخاشی میکنن به مردم. سلطنت طلب اصلی هیچ کاری، هیچ اشکالی تو کارش نیست. پادشاهی خواه اصلی و درست هیچ عیبی تو کارش نیست. این سلطنت پهلویه که پادشاهی و همه چیز رو به ننگ کشید. آقا بی نهایت ممنونم از این که وقت من دادید، ازتون سپاسگزارم. اینو عرض کردم که این طرفداران رضا پهلوی اخبار آقای رضا پهلوی رو بشنستم که اینا همه دوست بودن. مرسی، ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. قربون شما، لطفتون زیاد، خدا حافظ. خدا نگهدار. خب بعد از این داد و بیداد های آقای مصطفی زاده بریم شیراز و ببینیم بعد از ظهر در شیراز این بازاری ها چه کار میکنن. همون عکس هایی رو که گفتم داریوش لطف کرده بود فرستاده بود با هم ببینیم. این هم اینجا
چون فقط عکسه من میتونم صحبت کنم. میبینید که قشنگ سرش رو گذاشته رو میز خوابیده، این یکی بالش رو گذاشته، فلکس چاییش هم بغل دستش، این یکی مسگری که دیگه وجود نداره، اینا همش رویی و آلومینیوم و اینا هست. حتی اون مسا رو هم با کارخونه میزنن و دیگه شما توی اون بازارا فکر نمیکنم مسگر رو چی میگن بازار مسگرها اون تاپ 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 که میکردن و اینها دیگه برید ببینید. این هم لیف های حمام که مثل کیسه بود، ولی این بعضی بالاخره هر کسی به یه نوعی داره استراحت میکنه از اینکه با گاری بار این ور اون ور میبره تا اون جواهر فروش، هر کسی به وسق خودش، به دارایی خودش، به جایی که داره، تا این بزاز پارچه فروش. و بارها گفتم امروز هم باز اعلام میکنم، میگن که خواب نیمروز عمر رو طولانی میکنه، کارآمدی یا اینجا بهش میگن پرفورمنس، پرفورمنس آدم رو بعد از خواب بهتر میکنه. و میگن اگر بین کارتون 10 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه بخوابید، بعدن بهتر میتونید کار کنید. من هیچ وقت از بچگی از این خواب بعد از ظهر خوشم نیومده، بابتشم کلی کتک خوردم از خانواده محترم که اینا میخواستن مثلا بخوابن، ما میخواستیم بازی کنیم، سر صدا میکردیم و یا میگفتن بخوابید، میخوابیدیم به زور خندمون میگرفت و مسخره بازی و به قول شیرازی ها اوزای ال در میبردیم. در رابطه با سومین روز مذاکرات ایران و 5+1 در ژنو گفتن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات اتمی با ایران ساعاتی دیگر وارد ژنو خواهد شد. قبلش گفته بودن که این مذاکرات در حد وزرای امور خارجه نیست، ولی منم نه اگه نیست پس آقای ظریف اونجا چه کار میکنه؟ ضمناً مال دیروز یا پریروز گفت هم خانم اشتان هم این آقای ظریف رئیس بوده. این هم از اینهای شدن مثل این دوستانی که از ایران میان از اونجا در رفتن بعد اینجا میشن رهبر اپوزیسیون، اینا هم همینجور شدن، اینا رو راه نمیدادن، حالا اومدن شدن رئیس به اصطلاح این مجالس ژنو و اینها. عکس های بازار شیراز رو دیدید، امیدوارم یه روز فرصتی بشه همتون برید بازار شیراز رو ببینید. بازار شیراز، بازار تهران از همه مهمتر، بهتر، بزرگتر بازار تبریز هست که من متاسفانه نرفتم ولی عکس هاش رو دیدم و یکی از آرزوام اینه که اگه یه وقت ایران رفتم تبریز و بازار تبریز رو هم حتما برم. این هم از این ماجرا. برگردیم به استودیوی جهانی که این استودیو هم جمهوری اسلامی برای من میلیون ها دلار خرج کرده و ساخته برای احمقایی که از حقیقت به دور هستن. Greeting. Here is a quick update from the talk here in Geneva. بله، یکی از دوستان وقتی من پرسیدم که بزرگداشت فروهرها چی شده، برای من همونایی رو که من داشتم فرستاد که خانم فروهر از همگان دعوت کرده فراخوان که من رو یا ما رو تنها نذارید و بیان به ما بپیوندید. تا اونجاش رو من میدونم دوست عزیز. میخواستم ببینم برنامه برقرار شده، اتفاقی نیفتاده، پاسدار ماستارا مثل آدم رفتار کردن، گذاشتن اینها مراسم یاد بود و خیلی ها اینها، حتی کسایی هم که با خودشون بودن، آقای داریوش فروهر وزیر کار مال اینها بود دیگه، خیلی ها از داریوش فروهر جدا شدن به خاطری که با اینها همکاری کرد، با اینها بود و جدا شد. حالا یاد بودش رو نمیذارن بذاری، یعنی به این وسیله ثابت میکنن که خود اینها رفتن کشتن. نمیدونم بار. در هر صورت این دوستمون ایمیل زده راجع به ژنو، میگه که گفتن که انریچمنت رایت، این یعنی حق غنی سازی رو، حق غنی دیسپیوت بیتوین ایران اند فایو گری گتینگ ریزالوود، نوشتن که حل شد. حالا نمیدونم منظورشون 3.5%، 5%، 20%، این رو هم من نمیدونم و احتمالا در ساعات آینده یا فردا و اینها معلوم میشه. دوشنبه صحبت میکنیم. ولی در رابطه با این گرفتن چیزا مال دیگرون اینها، اون لویزانه که شما میگی اگه پادگان مادگان اینا باشه، قانونی داره دولت. ببینید مشکل اینه که دولت ها چون دیکتاتوری عمل میکنن مردم هم یاغی میشن و الا همینجا تو همین فیرفاکس که من هستم، اگر حالا ببینید این قانون جدیدن را افتاد تو آمریکا،
اگر به این نتیجه برسن که خونه من و این آقای میلر و اون آقای فلان و اینجا کندی هم ما داریم اینا رو بزنن زمین، میتونن اینجا رو بکنن مدرسه و شاپینگ سنتر و فیرفکس کانتی، پول بیشتر گیرش بیاد، به ما میگن پشیم بریم. اگه گفتیم آقا ما نمیخوایم، ما اینجا رو خریدیم، اینا میگه ببین یا میری یا با بولدزر با پلیس میام میندازمت بیرون. اینجا این هست، ولی اشکال اون این بود که طرف گرفت هزاران ده و دهکده و اینها رو گرفت به نام خودش کرد، بعد که گندش بالا اومد و داشت میره گال من میدم به پسرم به یه شاخ نبات، اونم اومد این لوله ها رو اینجوری کرد گال من میدم به مردم. آقا شما این اگر فدرال و چی میگم فودالیزم و رعیتی و اینها هم بوده اون راه داشت. بعد آقا شمشیری میاد اینجا میشینه مرد ناحسابی سر پیری میگه گفتن هر کسی شکایت داره بیاد شکایت کنه، هیچ کی نیومد. آقا هیچ کس جرئت نمیکرد، مگه میخواستن از بیزه آویزونش کنن که بره شکایت کنه؟ چرا دروغ میگی مرد حسابی؟ پاد لب گوره، حداقل الان یه کمی درست بگو. خود این خانواده فهمیدن چه کارایی کردن؟ البته نفهمیدن. یکی از نفهمهاش هم خانم فرح دیبا است که هنوز دوزاریش نیفتاده که بابا شما باعث شدی، شما شاه رو از اون چیزی که بود بدترش کردی، شما دربار، اصلا وزارت دربار، شما باورتون میشه وزارت دربار؟ بله، تا امشب اون بلیطای لاس وگاس $249، تا امشب آخر شب به وقت کالیفرنیا 3 ساعت اونا از ما جوان‌تر هستن. از صبح شنبه که اینجا میشه در اونجا 12 شب، اینجا میشه 3 صبح، قیمتاشون نمیدونم هرچی میشه آگهیشون هم برای ما میفرستن. و اما مذاکرات اتمی ژنو، آخرین چکی که من کردم نوشته بود هنوز هیچ گشایشی در کار نیست، ولی این ایمیل جدید که اومده نوشته enrichment dispute between Iran and 5+1 getting resolved، میگه که اون مشکلی که داشتن غنی سازی و اینها داره حل میشه. از این ور نیاک میگه که ایران sanctions delayed as key member of Congress rally for diplomacy، میگه که تحریم های ایران 6 ماه دیگه عقب افتاده. اینشون نگفته 6 ماه، ولی من میدونم گفته بودن صحبت 6 ماه بود، عقب افتاده به این دلیل که مجلس امیدواره که بتونه صحبت کنه. چرا؟ هم آقای جان کری هم آقای اوباما اینها گفتن که، حتی به اسرائیل هم گفتن، گفتن ما دنبال منافع کشور خودمون هستیم، ما نه کوریم نه کریم فلان اینها، و چیز میکنیم به اصطلاح تا اونجایی که بشه سعی میکنیم با ایران صحبت کنیم، مخصوصا الان که ایران در صحبت رو باز کرده. و هم با اون نوشته‌ای که براتون گفتم، پنجمین بداخلاقی فرانسه با ایران، آقای محمد عرسی رو من سالها پیش اینجا ملاقات کردم ولی هیچ وقت شانس ایران نداشتیم که باهاش برنامه‌ای داشته باشیم. مقاله‌ای نوشتن در ایران امروز، حالا نمیدونم این ایران امروز یا ایران امروز، و اون رو هم بعداً اگر فرصتی بشه با ایشون مصاحبه می‌کنیم، اگر نه براتون می‌خونیم. و اما استفن کنزر رو براتون گفتم، بریم سراغ قطار سیاست. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت. صدای پای آب، سهراب سپهری، این رو تقدیم می کنیم به این آقای شاعر مجید کفایی. من فکر نمی کنم سهراب سپهری در هیچ انجمن بین المللی عضو بود، ولی شعرهاش شما بخون آقای کفایی، شما افتخار نکن که $200 $50 $30 دادی یک کتابی، شما رو اونجا عکستو انداخته، اسمتو انداخته، این مملکت میدونید. شما میتونید برید یه چیز درست کنی بنویسی من رئیس فلان شرکت تکنولوژی فلانم، کارتت هم بدی به اون، اون چه فایده ای داره؟ فایدهش اینجاست: من الاغی دیدم یونجه را میفهمید، در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر، شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما. دیروز یادم افتاد با آقای بهار، جلیل بهار، ایشون میگفت که ما کاشیا از ترسمون به تفنگ، برای که بی احترامی نشه میگیم شما فنگ. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی
دور از آب سر بالین فقیهی نومید کوزهی دیدم لبریز سؤال، قاطری دیدم بارش انشا، اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال، عارفی دیدم بارش تنناها یاهو، من قطاری دیدم روشنایی می برد، من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت. الان اگر سهراب سپهری زنده بود باید این فقه و فقیه و اینا رو عوض می کرد تو شعر. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می برد، چه خالی می رفت. خب این خواننده آهنگی برای حضرت محمد در ماهای انقلاب خواند و سپس از یوتیوب برداشت. اول انقلاب که یوتیوب نبود، این آهنگی که شما میگی آقای اسفندیار منفردزاده هم در صحبتش دربارش صحبت کرده محمد و اینها و توضیح ایشون رو بشنوید. یکی از مشکلات ما اینه که متوجه نمیشیم که این آهنگ رو کی نوشته، موزیکش، شعرش، اینا رو کی نوشته. فقط خواننده رو میخوایم یا به حد اعلا برسونیم یا به حد فرش برسونیم. این رو دکتر عباس عزیز گهگاهی به ما هم یک چی میگن ناخونکی میزنه، برای من فرستاده که یک موضوع دیگر، افرادی در تلویزیون مردم برنامه دارن و یا مصاحبه میشوند، این افراد از آزادی سخن میگویند ولی ورد زبانشان شاهزاده رضا پهلوی، ایشون نشته شاهزاده رضا پهلوی است. من نمیدانم این آقای رضا پهلوی چه کار مثبتی برای خودش و یا ایرانیان کرده است. ایشان وقتی ایرانی می شود که تمام پول و ثروتی که به وسیله پدرشان غارت شده بنا به گفته داماد خود، داماد شاه آقای اردشیر زاهدی، شاه ایران محمد رضا پهلوی 42 بیلیون دلار از اشک یتیمان و خون دل ایرانیان برده است، به یک صندوق و یا تراست جهانی به نام کشور ایران تحویل داده شود. دوستمون خانمی که گهگاه هم لطف میکنن پیام میذارن نوشته بودن که نه اصلا همچین پولی نبوده و اینها بوده. عزیز من شما برید وقتی که خانم فرح پهلوی با آقای شاه دعوا میکنه که چرا هواپیما رو به نام ایران خریدی، که الان این آخوندهای پدر سوخته وارد باشن و بگن این دزدی کردی هواپیمای ایران رو داری میبری و داشته نق میزده، شاه هم مریض بوده، همین آقای زاهدی میره به فرح پهلوی میگه بابا این هواپیما چند میلیون دلاره، بندازین جلوشون برن، شماها اینقدر پول داری. دوست نازنین من، مشکل من شما ندانستنه، نخواندنه. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. اینو ما برای هر کی میگیم، از عصر که میره دوش بگیره تو عمون برای خودش شعر میخونه، فکر کنه من بهش میگم آواز نخوندی. بابا اردشیر زاهدی زنده است، ویدیوش هست، کتابش هست، تو خاطراتش گفته، میگه آقا شاه مریض بود، خانم فرح هم داشت نق میزد، چون دولت رفته بود دادگاه، دولت جمهوری اسلامی گفته بود آقا اینا که شاه نیستن، هواپیمای ما رو دزدیدن، هواپیمای ملت رو، ببین اونا واردن، چشماتون رو باز کنید، چشم بصیرت داشته باشید. ما شدیم یه مش آدمای چشم بصیرت، چشممون میبندیم به هر کسی دلمون خواست تهمت میزنیم، فوش میدیم، فحاشی میکنیم برای که هدف خودمون رو بهش برسیم و نرسیدیم تا حالا، تا امروز که نرسیدیم. من برای همین آقای دکتر عباس نوشتم، آقای دکتر عباس شما که فلسفه این تلویزیون رو میدونی، چرا شما نمیای هفته یه ساعت حرف بزنی؟ چرا فقط به 4 تا نوشتن 4 تا ایمیل پسنده و بسنده میکنی؟ و اما در تفاوت سلام و درود، من روز چهارشنبه بعد از برنامه خودم برنامه آقای بابک هروی رو گوش میدادم و ایشون چقدر قشنگ این مطلب رو باز کرد و جمعش کرد. بعضی وقتا شما یه چیزی رو باز میکنی یه قطی کرمیه، اینجا میگن اون دیگه نمیتونی این کرما رو جمع کنی، ولی بعضی وقتا یه کسی، آها به اون دوستمون بگم، یکی دیگه از چیزهای مهم برنامه اینه که شما اینو سعید یاد من داد. من 10 سال 12 سال تو رادیو تلویزیون ها کار کردم، بعد سعید به من یاد داد. اینم میخواستم برم توی دانشگاه، از من دعوت شد به عنوان یه ایرانی صحبت کنم، یه کمی ترس برم داشته بود، از این پرسیدم چی کار کنم، گفت اولا یادت باشه تمام موضوعها 3 قسمت داره، موضوع رو عنوان کنی،
باز کنی ببندی. ما بعض وقتا عنوان نمی کنیم، یه دفعه همینجوری بازش میکنیم، بعض وقتا بازش میکنیم یادمون میره ببندیم، بعض وقتا میایم اصلا بدونی که عنوان کرده باشیم و باز کرده باشیم میبندیم میره. این آقای بابک خان هروی ما مسئله سلام و درود رو با خنده و شوخی هم گفت، ولی خیلی قشنگ گفت. گفت همون جوری که سوربی میگه اگر من به پسرم، به بچه‌هام، به خانمم نمیگم درود، به مادرم پدرم که زنگ میزنم نمیگم درود، من هنوز نباید بگم درود، من از خونه خودم شروع نکردم. گفت من نشستم فکر کردم دیدم راست میگه سوربی، من به پسرم میگم سلام، ولی وقتی یه کار خوب میکنه بهش میگم درود بر تو. حالا ببینید تصادف روزگار، چهارشنبه من فکر میکردم آقای نیاکان رو دعوت کنم، آقای خلیلی با من تماس گرفت از طریق دوستش. چهارشنبه ما میخواستیم بگیم این سلام و درود رو چیکار کنیم، آقای بابک این مسئله رو گفت، بلافاصله بعدش یه ایمیلی اومد از کسی که نوشته یا آقا رضا مرادی قیاس آبادی رو برای بنده فرستاده. گاه دیده می شود که سلام و درود را به جای یکدیگر به کار می برند و به جای سلام دادن درود می گویند، اما این دو واژه معنا و کاربردی متفاوت دارد و نمی توان همواره آن را معادل و همتراز با هم بر زبان آورد. سلام نخستین خطابی است که در مواجهه دو شخص با یکدیگر بر زبان رانده می شود. این کلام را هر کس به هر کس دیگر می تواند بگوید و محدودیتی در بکارگیری آن وجود ندارد. سلام را می توان به هنگام روبرو شدن با دشمنان و بدکاران و دژاندیشان نیز بر زبان آورد و حتی از نظر فقهی در مقام جواب واجب است. اما درود نه به صرف مواجهه دو شخص با یک دیگر که به هنگامی بیان می شود که یکی از طرفین کاری بزرگ یا پسندیده و شایسته انجام داده باشد و طرف دیگر در مقام بزرگداشت و قدردانی و آفرینگویی به او درود گوید. در نتیجه گوینده درود تنها یکی از طرفین است و برخلاف سلام نیاز به جواب متقابل ندارد. اونهایی که بچه های سسول بودن و بچه پولدار بودن و معاف شدن و نه تپاشون گفتن کجه و دروغ گفتن و فلان، اینها سربازی نرفتن خبر ندارن. بیچاره ها و بدبخت های مثل ما و مظلوم های مثل داداشون که چهارتا اون سربازی رفتین خبر داریم. صبح وقتی وای میسی تو اون سرما، تو اون گرما، مرتب کفش ها واک زده، موهاشونش کرده، ریشا زده، وای میسی فرمانده لشکر، فرمانده تیپ، فرمانده گورهان، گردان، هرچی که توش خدمت میکنی میاد و وقتی که خبردار میدن برای همه، اون این نظم و ترتیب و مرتبی رو میبینه و زحماتی رو که شما کشیدید به همین خاطر میگه درود، یا مثلا میگه پادگان درود. حالا ببین چقدر قشنگ گفته، من سرباز، من گروبان، من افسر از اون ور نمیگم درود تیمسار، ما بهش میگیم سپاس، یعنی ما کار خوب انجام دادیم، اون قدردانی کرده، ما گفتیم خیلی ممنون. یه مش آدم احمق این رو شروع کردن، من و شما رو انداختن به جون هم دیگه. این آقای فولادمند خودشو مسخره کرده بود، یکی زنگ میزد میخواست حالا باهاش یه حرف بزنه، بعد وقت هول میشد میگو آقا سلام، میگو نه دیگه گفتی سلام من با تو حرف نمیزنم، بعد اصلا یادش میرفت چی میخواسته بگه. حالا چه کار کردی آقای فولادمند تو این همه درود 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 گفتی؟ فهمیدیم شد دروغ. چه دروغهایی به هم دیگه گفته بودن اینها، برید ببینید بینشون چه دعواهایی بوده. براتون گفتم که یه خانمی رو از انگلستان میخواستن بفرستن آمریکا که بیاد نمیدونم معامله آقای حخار رو قطع کنه، سوغات ببره برای فولادمند. این فولادمند میشست درباره مسلمونا و غنایمی که میگرفتن روزه میخوند، چه فرقی داشت با روزه، ولی خودش یه خانمی را از انگلستان، اسمشو من چون نمیدونم نمیگم، مطمئن نیستم، از انگلستان مأمور میکنه که بیاد بنای دوستی رو بریزه با اونایی که دنبال کاویان، شایان کاویانی میگردن. این ماجراها بود بین اینها، به اصطلاح چی کنه که من دوستتم و دارم میام اینجا و اینها، بعد با ایشون بره بیرون، حالا یا مست یا مواد یا هر چی، خواب و فلان اینها، معامله حخا رو ببره.
چرا حقا اومده بود؟ ایشون میگه حقا اومده هواپیمایی رو که من راه انداختم، اصلا هواپیمایی وجود نداشت، هواپیمای حقا و تو دوتاش دروغ بود. اینا بودن دوستان. حالا شما اینجا وایسادی هی میگی درود ورود، درود خروج، خودتو مسخره کردی. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما. آقا جون بکن حرفتو بزن. در متون ادبیات فارسی و از جمله در آثار فردوسی، نظامی گنجوی، ناصر خسرو، اسدی طوسی، خاقانی، سعدی، دقیقی و کسائی مروزی، واژه درود دقیقا معادل و هم معنای با سلام نیست، بلکه همتراز با آفرین، تهنیت، تحیت و صلوات است. چنان که صلوات را نیز میتوان همچون درود در جای سلام و خطاب به هر کس نمیتوان ببخشید چنان که صلوات را نمیتوان همچون درود در جای سلام و خطاب به هر کس به کار برد. زیزدان و از ما بران کس درود، که تارش خرد باشد و داد داد پود. فردوسی گفته بدان شارسان اندر آمد فرود، همی داد نیکی دهش را درود. باز فردوسی زدارنده بر آن، زدارنده بر جان آن کس درود، که از مردمی باشدش تار و پود. اسدی طوسی هزاران درود و دو چندان تحیت، ز ایزد بر آن صورت روح پرور. ناصر خسرو. حالا یکی از دوستای ما دیروز گفت که من کاری ندارم اینا چی میگن، من دوست دارم بگم درود. گفتم بگو. مثل این میمونه که من بگم من کاری ندارم مردم به صندلی میگن صندلی، من از امروز میخوام بگم میز. خب کی گیج میشه؟ من خودم گیج میشم، میرم یه جایی میخوام بشینم، صندلی نیست، به طرف میگم آقا یه میز میشه بیاری اینجا؟ مرده نگاه من میکنه میگه اینجا میز، دو تا میز هست، این دیوونه شده. نکنید این کار. شما نمیتونید در جهت آب شنا کنید، خسته میشید. یا خیلی هم شناگر باشید مثل ماهی آزاد، گفتید سمن، که همه ایرانی ها همه ندروغ میگم همه میگیم سلمن، بابا سلمان نیست، سمن، ماهی سمن، این خرس میگیرد تو، چون وقتی برخلاف آب شنا میکنی هی آب میندازتت بیرون از آب. جامعه آب شنا جهت. بله اینم از این، ممنونم از دوستی که این رو برای من فرستاده بود. و اما رشد چاقی در کشور دو برابر شده است. عصر ایران گزارش میده. حالا من باور کنم که مردم گرسنه هستن خوراک گیرشون نمیاد، یا باور کنم که مردم چاق شدن اونم دو برابر. البته ناگفته نمانم، کشورهایی که فقر غذایی توش شروع میشه و اینها و مردم رو مشغول میکنن، مردمی که پول کم دارن دنبال خوراک سالم نمیرن، میرن خوراک جانک فود میخرن. و من شنیدم تو ایران به شدت این خوراکای مرغ سوخاری، پیتزا، همبرگر، مکدونالد، کوفت و نمیدونم فلان زهرمار هی زیاد شده، و واقعا اینا همون کوفت و زهرماره که ما میدیم به بدنمون، اینجوری توپل میشیم. در هر صورت کیو باور کنیم؟ چه کسی رو، چه منبعی رو؟ من نمیدونم، شما مختار هستی. سوربی جان سلام. آقای مصطفی زاده ایمیلت الان اومد، یعنی الان گذاشتم، من از اون روز گذاشتم، حالا میخونم. مطلب زیر را در فیسبوک مطرح کردم، اگر مایلید میتوانید در برنامه‌تان همونی کنید. همون چیزی که ایشون گفت، میگه آقا میری تو فیسبوک یه چیزی مینویسی، 100 نفر میان. حالا نه آقای رضا پهلوی یه وقت به اینا گفته آقا نکنید این کارو، نه آقای مسعود رجبی گفته به اینا، بعد میگن اینها حرومزاده ها جز ما نیستن، دروغ میگن. اصلا ممنون آقای مصطفی زاده، میخواستم بخونم به ترتیب که شما خودت آمدی و ادا کردی حق مطلب رو. و اما اون رو هم قبلا خونده بودم، توجه داشته باشید که اجداد امروزی ما پس از ایلغار مغول فلان اینا همونایی هستند که دیروز با این دوستان صحبت میکردیم نقل سلام و درود. یه دفعه یکی از این خانم ها نوشت که شما فراموش نکنید این قبیله قوم های عرب، اینها با شمشیر آمدند اینجا. گفتم ما ایرانی ها با شمشیر نرفتیم جایی. گفت حالا شما چرا شمشیر آوردی تو کار؟ گفتم خانم من نیاوردم، دو جمله برگرد عقب، ما رقل سلام و درود بود، شما یه دفعه با شمشیر اومدی. بعد خندید گفت من منظورم شمشیر عرب ها بود، شمشیر خودمون که ما که با شمشیر کسی رو نمی کشتیم، ما تو آشپزخونه از استفاده می کردیم برای که پنیر صافتر باشه.
عجب ملتی شدیم. امروز باید با یه دوست دیگه صحبت میکردم، گفت که آقا از شایان کاویانی چه خبر. دوستان برید توی fbi.gov gov gov نه ها gov gov. ما مخصوصا اونایی که مثل من یکم مسن بودیم اومدیم آمریکا، تفاوت v با w رو نمیدونیم، v با و نمیدونیم، و وقتی میگیم طرف همینجوری حدس میزنه ما چی میگیم، ویکتور رو نمیدونم واتر و اینا رو، ما دوتا و رو و میگیم، در اصل که اینجا فرق میکنه. یعنی با این دوستمون که صحبت میکردم گفت از شایان گفتم برید اف بی آی، برید بزنید اف بی آی، بعد بزنید شایان کاظمی، چون فامیلیش رو عوض نکرده بوده، اسمش که علی اصغر بوده عوض کرده، کرده شایان ولی فامیلیش کاظمیه، بعد براتون مینویسه، مینویسه این گم شده از سال 2011 و مینویسه چه روزی از آمریکا رفته به استانبول، حتی میگه که در هتل چه هتلی بوده، رویال هتل، هم چیزی که من از آقای هلوی پرسیدم، این هم هتلیه که پسر رضایی هم توش کشته شده، عجب هتلیه، مثل که مستقیم چی میگن عمودی میری افقی برمیگردی. دوست عزیز سوربی هستم، شما حسن ختام برنامه امروز هستید، بفرمایید. کارمون خراب هستش و این مسئله درود مود شده. بله مود، در حقیقت مود، اشتباه نکنید. باش مرسی عزیز. بعد سوالایی هم دارم دیگه، حوصله بفرمایید. نه بفرمایید، شما معمولا جز اونایی هستین که خیلی شورت مفید مختصر صحبت میکنید. من میخواستم سراغ این آقای فرهاد پارسی رو بگیرم که خیلی منو واقعا ترسونده بودش. آها، اینا میدونی رهبر که میشن بعد دیگه از دید من و شما میرن بیرون، فقط باید از ما بهترون باشی که ببینیشون. اینا دیگه شد رهبر دیگه، دیدید که چند تا در جاهایی هم اشتباهی میگفت، اون پاسپورتایی رو که داره 4 تا 5 تا اینا رو من دیدم همون موقع قبلا دیدم، اشتباهی میگفت. حالا بگذاریم، امیدواریم که سالم باشه و خوب باشه. مرسی. بله بله، بگذاریم از اون که ما رو خیلی ترسوندن و اینا. بعد این آقای کحلیلی که خودشو مثل تصادفی ها میپیچه، بانداج میکنه خودشو. کهریزی من نمیشناسم. کهلیلی تحلیلی که شما تأکید میکردین میگفتین تحلیلی نیست، کهلیلی. کروبی؟ نه کروبی نمیشناسم. کجاست؟ چه کاره است؟ چه کاره است؟ بابا جاسوس دو جانبه دیگه، هم تو سیاهی هم. آها کهلیلی، ببخشید من اینجا ته میشنیدم کهلیلی. آره خلیلی، رضا خلیلی میگفت کهلیلی. آره حالا براتون میگم، این همون توی اسپل اسم نوشتن اینا اشتباه شده دیگه، ایشون هم چون این اسم اصلا کلش مستعاره. اینم هست، امروز یا دیروز بود برام فرستاده بود دوباره چیز صداش هم عوض میکرد. بله بله، با ماسک و با کلاه و با عینک و حتی صداشون رو هم عوض میکنن. بله که البته من نمیدونم ایشون از کی مخفی میکنه خودشو، لابد باز میخواد جاسوسی کنه برای آدانو. حقیقتا این رو دو سه بار پرسیدم هنوز پاسخی نگرفتم. بله میخواستم ببینم که اینا رو از کدوم سمساری خریداری میشن اینا. بعضی ها به من میگن آج سوربی اینا رو از تو کدوم قطعی عطاری میاری بیرون، میگم قطعی عطاری اینترنت. آها اینا ماشاءالله خیلی چیزه، ما دلمون تنگ شده برای اینا. برخواست حالا بعد نشد هفته آینده بگیم بیان ببینیم همه این چیزایی هم که اینها پیش بینی کردن تا حالا غلط از آب در اومده. یادم افتاد، حمید رضا زاکری. آخ نگو، یادم میافته به پولی که از من دزدید و رفت 1500 دلار با اون عینک مکش مرمو. بله. این فکر میکرد مثل فردین قیافش، نمیدونید چقدر اون حالتو که نه جنبش شادی. بله زاکری لنگ میگن که میگن پریده تو استخ با شکسته، خدا بخواد لنگ الان. شما نمیذاری آدم حرف بزنه که این پایه های این همین لس آنجلس، این موزیک لس آنجلسی پایه های اینها رو متزلزل کرده و فلان اینا، هارت و پورت و فلان اینا، واقعا کیان اینا؟ من جدی میگم اینا کی هستن دیگه؟ از سمساری ها نمیدونم، امیدوارم این سمساری ها بسته بشه. قربان شما، خداحافظ. مرسی، خدا نگهدار. من دیگه جرئت نکردم حرف بزنم. خانم اگه اینا بسته بشن مثل باغوشی میونه که ما حیوان نداشت باشیم بیاریم توش، و ما چی کار کنیم؟ البته خود منم هر کسی میگه سور بی پیداد نیست، میگم بابا ما تو باغوشیم، شماها باید موز بخرین بیارین، ما هم بپریم بالا پایین.
ممنونم از وحید عزیز. بی بی سی فارسی نوشت که تنها بستگان نزدیک اجازه حضور در مراسم فروهرها را یافتند. پس نشون میده که امسال هم هنوز باز اونها اجازه ندادن. مرسی 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 دوستان عزیز. اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم، ولی قبلش یه ایمیلی رو براتون بخونم ببینم این دوستمون چی نوشته. با عرض سلام، I heard in your show today that you had Stephen Kinzer in your office. I just want to get in touch with him. You probably can't give away his phone number without his... آها بله، ممنونم از شما. اتفاقا دیروز وقتی که داشت خداحافظی میکرد میرفت، گفتم که اینجا تو مصاحبه ازش پرسیدم که مردم چگونه باهات در تماس باشن، گاهی میخوان کتاب بخرن amazon.com، ولی وبسایت خودش رو داره. توی گوگل استفن کینزر رو بزنید، وبسایت خودش رو داره، باهاش وصل میشین. ضمناً خیلی ممنونم که شما این کار رو کردید. این کار درستیه که به من نگید آقا شماره تلفن آقای کینزر دیروز به جای 2.5 زنگ زد، گفت من یه کاری برام پیش اومده باید 4 برسم اونجا و این شماره تلفنم و اینهاست. گفتم باش، من نمیام شماره تلفن یه شخصی رو به شما بدم. این به من داده برای همون موقع، برای دیروز، ممکن دیگه نخواد من مزاحمش بشم. ولی این کاری رو که شما کردید خیلی کار قشنگیه. شماره تلفنتون رو میدید، چقدرم قشنگ توضیح دادید، گفتید که من مطمئنم که بدون اجازه اون شما نمیتونی شماره شو من بدی، پس شماره من رو به اون بده که به من در تماس بشه. مرسی، حتما، خیلی ممنون. شما رو یادم میاد، این اسم برام آشناست. شماره تلفن 443 هم همین دوربر مریلند اینجا هست، بالتیمور رسیدن. با هم در تماس باشیم. مرسی مرسی مرسی. 50مین سالگرد کشته شدن جان اف کندی امروز بود که سر قبرش براش هم یه مشعل جدید گذاشتن و بریم دیگه ببینیم چی میشه. این هم از این. خب دوستان عزیز، برنامه امروز هم همینجا تموم شد. فیلم های بسیار جالبی براتون در نظر گرفتم. آقای دکتر صمدانی، آقای استیفن کینزر، پسر احمد، پسر محسن رضایی، احمد رضایی که کشته شده یا خودشو کشته. و وقتی که این رو گذاشته بودیم، دوستان آقای بابک هروی، خانم یه چند تا دیگه توی این فیسبوک دعواشون شده بود با هم، من رفتم خیلی ساده زیرش نوشتم بابا این بدبخت خدازده تو ایران با همه این مشکلات جون سالم به در برد، آمد لس آنجلس، از دست شما دیوونه شد، در رفت و تو ترکیه گویا یا کشته شد یا خودکشی کرد. دوستان روز و روزگار به شما خوش و با امید دیدارتون دوشنبه. اگرم آمدید نمایش صمد و هادی یا هادی و صمد برخورد سوم، اینجا شما رو خواهیم دید. مرسی که بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. لطفاً تلویزیون مردم رو حمایت کنید، مالی حمایت کنید به وسیله اینکه به دیگران معرفی کنید. ممنونم از شما دوستان. مرسی، خدا نگهدار.